با سلام خدمت حاضرین در جلسه و تمام دوستانی که ما رو از طریق لایو یوتیوب همراهی میکنن. امروز جمعه 12 آگوست مصادف با 21 مرداد ماه سال 1401 در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از جلسات کمیته دفاع از محیط زیست، دفاع از حقوق محیط زیست. در ابتدا همکاران سخنرانانی که این جلسه با ما همکاری میکنن حضورتون معرفی میکنن. جناب آقای علی برومند، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در تیر ماه 1401. سپس در خدمت سرکار خانم نادیا مشرف، در بخش بررسی و تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم. جناب آقای کاوه قزلباش با موضوع تاریخچه ساخت سد قطبند. آقای صمد جعفری با موضوع پروانه های سفید آفت درختان بلوط زاگرس. و در آخر آقای علیرضا جهانبین، طرح‌های عمرانی و محیط زیست. و در انتهای جلسه با بحث آزاد با موضوع سهم ایران از دریای خزر در خدمت هستیم. از آقای علی برومند خواهش میکنم که اگه آماده هستن دستشون رو بالا بگیرن تا مایک رو برشون باز بکنیم. خیلی ممنونم. بفرمایید آقای برومند. با عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیز و دوستداران محیط زیست، گزارش نقض تیر ماه 1401 رو خدمتون عرض میکنم. متاسفانه ما در تیر ماه 1401 تعداد 180 تا گزارش نقض محیط زیست در رسانه‌های داخلی و خارجی ثبت شده که بیشترین تعداد گزارشاتی که داشتیم مربوط به آلودگی هوا بوده که تعداد 46 خبر داشتیم در زمینه آلودگی هوا و بعد از اون در زمینه شکار و شکارچیان و شکار غیر مجاز بوده، بعد از اون آتش سوزی و بحران آب. متاسفانه خب فصل گرما هستش و فصل شکار و گزارشات زیادی داشتیم از دستگیری متخلفان و شکارچیان غیر مجاز. 320 نفر در تیر ماه 1401 در این زمینه دستگیر شدن. 98 مورد در اردبیل بوده، 121 مورد در آذربایجان غربی، 99 شکارچی در قزوین، 5 شکارچی در آمل، خرم‌آباد، 5 مورد در علموت و 6 مورد در مازندران و 8 مورد در اردستان شکارچیان غیر مجاز دستگیر شدن. در زمینه تلف شدن حیوانات موردهای زیادی داشتیم، ولی موردهای قابل توجه کشف لاشه یک نهنگ در سواحل چابهار بوده که علتش نامعلومه، ولی گمان زنی ها بر این بوده که تور رها شده صیادان باعث این اتفاق شده. و مانند هر ماه ما دوباره تلف شدن خرس های قهوه‌ای رو داشتیم که یک قلاده خرس قهوه‌ای با برخورد به خودرو در جاده هوران و زخمی میشه که به علت بیکفایتی در مراحل درمان تلف میشه. مورد دیگه که داشتیم در ولایت رود بوده که دوباره یک مورد خرس قهوه‌ای کشته شده. متاسفانه در 10 سال گذشته طبق آمار 67 قلاده ما خرس قهوه‌ای رو از دست دادیم و هر ماه ما خبر برخورد این خرس ها رو با خودروها و یا شکار شکارچیان داشتیم. یه مورد تلف شدن یک قلاد سیاه‌پوست داشتیم در چالدران که به علت نامعلومی این اتفاق افتاده. خبر بعدی که بیشترین گزارش نقض محیط زیست رو داشته آلودگی هوا بوده. متاسفانه ما همیشه آلودگی هوا رو در فصل‌های سرد سال داشتیم، ولی خب چند سالی هستش که آلودگی هوا در فصل‌های گرم سال هم عدداش خیلی درشت شده. به طور مثال ما 16 استان رو داشتیم در ماه تیر که آلودگی هوا رو داشتن. حالا تهران که خب مشخص، زنجان، تبریز، بجنورد، لرستان، مشهد، عراق
بوکان، آبادان، قم، سرپل، ذهاب و کرج از شهرها بودن که بیشترین آمار آلودگی هوا رو درشون گزارش داشتیم. خب متاسفانه این آلودگی هوا در واقع یک خبری هم داشتیم در این زمینه که اقلیم عجیب تابستان 1401 تیتر خورده بود به نام اینکه خنکی موقت به قیمت آلودگی هوا. در واقع گزارش بر این مبنا بود که به دلیل خشکسالی و سوء مدیریت و استفاده از منابع آب و خاک و تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های کشور که خشک و بی آب شدند، متاسفانه بادهای تابستانی که قدیم باعث بهبود هوا و زدودن آلودگی هوا در کلان شهرها بوده، الان با خودش گرد و غبار میاره و متاسفانه شهروندان در کلان شهرها همچنان در تابستان هم دچار آلودگی هوا و مشکلات گرد و غبار هستند. چند تا از خبرهایی که بیشتر بولد شده بود و خدمتون بخوام عرض کنم، یک خبر ما داشتیم راجع به ثبت رکورد جهانی دمای 73 درجه در جهان که در ریگیلان خراسان جنوبی ثبت شد. در واقع داغ‌ترین و گرم‌ترین نقطه جهان در تیر ماه ما این رکورد رو در به قول معروف در رکورد جهان ثبت کردیم. و جالب اینجاست که مدیر کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی به خبرنگاران در این زمینه گفته که ما باید از این ظرفیت گرمایی برای جذب گردشگران خارجی استفاده کنیم، که خود این جمله خود قابل تأمل و حالا قابل بحثه که گرم‌ترین نقطه جهان میخوان گردشگر خارجی جذب کنه. مورد دیگه ای داشتیم به نام که تیتر خورده بود کشف باغ وحش خانگی در اصفهان، که در یک ویلای در اصفهان یک قلاده شیر ماده و 64 نوع پرنده های نادر نگهداری می شده که اینها را هم که کشف شده. و یک گزارشی هم داشتیم راجع به سمندر آبی کردستانی. سمندر آبی کردستانی که یکی از دوزیستیان هستش که در خطر انقراض قرار گرفته. در واقع این سمندر کردستانی در یا به نام ناز خاتون و یا سمندر خالدار شناسایی میشه که نامیده میشه، در نخستین بار یک زیستشناس روسی در سفرش به بانه این سمندر کردستانی رو شناسایی میکنه. این دو زیست در چشمه ساران و جوباران مناطق کوهستانی ایران، ترکیه و عراق زیست میکنه و در استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. و نکته جالب اینه که این سمندر کردستانی در کنترل بیولوژیک آفات و حشرات و در زنجیره غذایی جانورانی مانند خزندگان و پرندگان نقش مهمی داره و وجود این دوزیست نشان از سالم بودن آب داره و از آن به عنوان یک شاخص کیفی آب هم اینجوری که گفته شده در این گزارش میشه استفاده کرد. و متاسفانه این سمندر هم در معرض انقراض قرار گرفته. از همه اخبار گذشته دردناکترین خبری که داشتیم راجع به دریاچه ارومیه بوده و در بین نام که دریاچه ارومیه به خشکیدگی سال 94 بازگشت بعد از گذشت 7 سال از آغاز به کار فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه. با وجود هزینه‌های چند میلیاردی دریاچه ارومیه به خشکیدگی سال 94 بازگشت. در سال 93 و 94 با تشدید بحران دریاچه ارومیه و خشک شدن 95% ستادی به نام ستاد احیای تشکیل و قرار شد در مدت زمان 10 سال با اجرای طرح‌های متعدد این زیست بوم به تراز اکولوژیک خودش برسه. بعد از تشکیل این ستاد در سال 94 و بارش‌های مناسب در چند سال اول وضعیت دریاچه بهبود نسبی پیدا می‌کنه، ولی بعد از 8 سال از تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه این دریاچه در وضعیت بسیار بحرانی مانند سال‌های 93 و 94 قرار میگیره، که با بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه یکی از سوالات مهم و کلیدی اینه که این ستاد احیای دریاچه ارومیه در این مدت چه کار کرده و چه
دستاوردی داشته و متاسفانه در این گزارش نوشته شده که ستاد احیای دریاچه ارومیه بعد از 8 سال منحل شده. تیر ماه امسال در جریان سفر دادستان دیوان محاسبات کل کشور عنوان شده که اقدامات دولت غرب در مورد دریاچه ارومیه بیشتر از کار تبلیغات بوده و از 2000 میلیارد بودجه که تعیین شده برای احیای دریاچه ارومیه توسط دولت قبل فقط 50 میلیارد هزینه شده، که این مبلغ هم که هزینه شده بیشتر صرف تبلیغات بوده، یعنی در واقع 1/4 این مبلغ هم صرف تبلیغات بوده تا صرف مسائل اجرایی این طرح. در همین گزارش ذکر شده که ترک خوردن لوله های انتقال آب به دریاچه ارومیه رو انجام میداده متوقف شده به دلیل ترک خوردن، و مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با بیان اینکه ترک خوردگی متعدد تونل انتقال آب به طول 750 متر انتقال آب به دریاچه ارومیه را متوقف کرده است، اظهار میکنه که شتاب زدگی در مطالعات و آبگیری زودتر از موعد باعث این شده که این تونل دچار ترک خوردگی بشه، که در واقع از اون بودجه 2000 میلیاردی که 1950 میلیاردش معلوم نیست کجا رفته، خب دیگه بیشتر از این هم نمیشه انتظار داشت که دیگه لوله آبشون هم دیگه ترک خورده. در کل این طرح احیای دریاچه ارومیه شکست خورده و متاسفانه این خشکیدگی به سالهای قبل بازگشته و متاسفانه دیگه امیدی زیادی به احیای این دریاچه باقی نمونده. تمام اخباری که گفته شد همگی ناقض هدف 6، 12 و 15 سند 20 یونسکو و همچنین اصل 50 قانون اساسی. خیلی ممنون از توجهتون. من مایکل رهان. مرسی آقای بومند، خیلی ممنونم، خیلی گزارش کاملی دادیم، گزارش ماهیانه رو قشنگ به ما رسوندین. و متاسفانه امسال تابستون همه نوع بلای آسمانی، انسانی، طبیعی، زمینی سر ایران اومد و آسیبای جدی و واقعا جبران ناپذیر رو به کشورمون وارد کرد و مسئولین هم که مثل همیشه خواب بودن و بیکفایتی خودشون رو چه مدیریت بحران مثل همیشه به ما ثابت کرد. دوستان اگر که کسی نظر، سوال یا چیزی برای گفتن داره میتونیم مایک رو در اختیارش بذاریم. در غیر این صورت از همکار خوبمون خانم نادیا مشرف دعوت میکنیم که سخنرانی خودشون رو شروع کنن. خانم مشرف آماده هستیم؟ اگه صدای بنده رو دارین دستتون رو بالا بیارین لطفا. آقای دادخواه فکر میکنم سوالی داریم، بفرمایید، مایک براتون باز هستش. سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیز. فقط خواستم به روی صحبت این همکار عزیزمون که صحبت کردم بگم خدمتون که دریاچه ارومیه 95% کاملا خشک شد و از بین رفته و واقعا باید دعا کنیم براش که مجددا برگرده به اون روزا. فقط همین. و اینکه این عاشورا تاسوعا بود، بالاخره یه منفعتی داشت برای ملت ما، اونم این بود که توی یکی از روستای آذربایجان شرقی اسمشو آوردن که دریاچه ارومیه تشنه است. این نفع داشت. متشکرم. بنده مایک رو رها می‌کنم. مرسی آقای دادخواه. بله دقیقا اینم یکی از بازی‌های مذهبی توی ایران بود مثل همیشه استفاده کرد. خانم مشرف اگر آماده هستین مایک برای شما باز هستش. ممنون. موضوع سخنرانی من درباره کنوانسیون دریای خزر هستش، ولی به خاطر اینکه بندهای این کنوانسیون خیلی خیلی زیاد بود و 37 بند بود، از حوصله جمع و تایم جلسه هم خارج بود. من فاکتورگیری کردم، سعی کردم خلاصه برگزار کنم که یه حدی خلاصه. البته یکی اینکه
از اینجا شروع کنم که سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تاریخ 21 مرداد 1397 در شهر بندری اکتاو قزاقستان به همراه وزیران امور خارجه این کشورها کنوانسیون خزر را امضا کردند. این معاهده مهم سرانجام بعد از 21 سال مذاکرات در سطح معاونین، وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه کشورها در امور خزر به راهکارهای اصولی دست پیدا کردند که از یک سال و نیم پیش وارد مرحله تازه‌ای شده. در این مرحله هر 5 تا کشور پذیرفتند بر اساس آنچه که تا کنون در 5 اجلاس سران در تهران، اشقاباد، باکو، آستاراخان روسیه و اکتاو قزاقستان به دست اومده بود، متن پذیرفته شده در اجلاس وزرای امور خارجه در بهمن ماه 1395 رو کاملتر و تأکید بکنند. بر اساس این متن موضوع تعیین خطوط مرزی مطرح شده بود و مبدأ سرزمین‌های مجاور خزر در بخش جنوبی بین ایران و جمهوری آذربایجان از یک طرف و بین ایران و ترکمنستان از طرف دیگر موکول به مذاکرات آتی بین این سه تا کشور شد. قرار شده زمانی که مذاکرات به این سه تا کشور به نتیجه برسه، مواد توافق شده با جلب توافق هر 5 تا کشور به کنوانسیون خزر اضافه بشه. در اجلاس اکتاو علاوه بر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، 6 تا موافقت نامه دیگه هم به امضا رسیده که هر کدوم از اونها میتونه زمینه‌های مناسبی رو برای همکاری‌های آینده بین 5 تا کشور فراهم بکنه. توی مطالب تلاش شده بر اساس روش تحلیل SWTO متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بررسی بشه که توی این روش برای ساده سازی کار مهمترین فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون بدون توجه به عوامل داخلی و خارجی از نظر منافع ملی ایران ارزیابی شده. اولش فرصت‌ها و تهدیدهایی هست که برای در مورد این کنوانسیون وجود داره. اینکه کنوانسیون خزر با اینکه درباره بیش از 90% موضوع‌های مهم تعیین تکلیف کرده، اما 10% باقی مونده بسیار مهم و تاثیرگذار هستند. از جمله تعیین خطوط مرزی آبی بین ایران و جمهوری آذربایجان و ایران و ترکمنستان و همچنین تعیین مبدأ سرزمینی برای این سه تا کشور توی خزر تاثیر تعیین کننده‌ای رو برای هر سه تا کشور توی آینده داره. به نظر میرسه که مذاکرات سختی در این زمینه در پی باشه. در ماده 1 که 15 تا مفهوم کلیدی کنوانسیون رو تعریف کرده، درباره تعریف دریای خزر اومده که دریای خزر یه توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی که اطراف اون خشکی قرار داده ترسیم شده و بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشر شده و توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه سن پترزبورگ با مقیاس 1,750,000 به شماره 31,003 منتشر شده که در سال 1998 رونوشت اونها پیوست این کنوانسیون شد و جزء لاینفک اون هست. از اونجا که خزر بر اساس این تعریف توده آبی محصور شده در خشکی ذکر شده، شامل حقوق دریاها نمیشه و از جهت اینکه در عمل دریای خزر در چارچوب حقوق دریاچه‌ها قرار میگیره، یه امر خیلی خوب و مثبتی هستش، چون که مانع از آمده شده کشتی‌های سایر کشورها بدون هماهنگی با 5 تا کشور ساحلی میشه و بر اساس ماده 3 بند 11 منحصر به کشتی هایی هستش که از پرچم یکی از کشورهای ساحلی استفاده کنند. اما نکته مهم توی این ماده این هستش که با گذشت بیش از ربع قرن از فروپاشی شوروی، توی این ماده همچنان به نقشه های تهیه شده توسط وزارت دفاع روسیه استناد شده، در حالی که انتظار می‌رفت بعد از گذشت 25 سال از طریق مشارکت جمعی این امکان برای 4 تا کشور ساحلی خزر هم به وجود می‌آمد و از طریق همکاری با روسیه نقشه‌های توافق شده بین کارشناسان هر 5 تا کشور بعد از مطالعات زمین‌شناسی و جغرافیایی اقیانوس‌شناسی به دست می‌آید.
اما در حال حاضر مستندات نقشه برداری از خزر بر اساس اسناد و نقشه هایی هستش که در وزارت دفاع روسیه تهیه شده بوده. یکی از مشکلات مهم کنوانسیون خزر اینه که به عنوان یکی از مشکلات مهم خزر اینه که به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات طرف‌های مذاکره کننده تلاش کردند در موارد حساس که احتمال بروز اختلاف و وجود داشت از وارد شدن به جزئیات خودداری بکنند. در نتیجه در موارد مهمی که باید برای جلوگیری از سوء تفاهم آینده و تفسیرهای گوناگون وارد جزئیات می شدن به بیان کلیات اکتفا کردن. مثلا توی ماده دوم بند دوش میگه که حقوق و تعهدات طرف ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب، بستر، زیربستر، منابع طبیعی اون و فضای هوایی بر فراز دریا رو تعیین و تنظیم میکنه. اما توی هیچ متنی اشاره به این موضوع نشده که حقوق و تعهدات طرف‌ها توی بستر و زیر بستر چجوری تعیین میشه و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسید چه باید کرد. یا در ماده هفتم به ویژه در بند دومش درباره تعیین حدود آب‌های سرزمینی مواردی مطرح شده که احتمال تفسیرهای گوناگون از اون وجود داره و همین مسئله ممکنه به نتیجه نرسیدن مذاکرات آتی درباره تعیین مرزهای آبی کمک بکنه و تایید نشه. در بند دوم ماده هفتمش هم همچنین گفته شده بود که تعیین حد خارجی آبهای سرزمینی دورترین تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر رو تشکیل میده به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تأسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تأسیسات دائمی بندری محسوب بشن. همونطوری که ملاحظه میکنید ملاک برای تعیین حد خارجی آبهای سرزمینی دورترین تأسیسات دائمی بندری معرفی شده که به دلیل تعقر داشتن و مضرس بودن سواحل ایران در خزر برای ایرانیان بسیار مهمه که خط آستارا حسن‌قلی به عنوان مبدا و شروع آبهای سرزمینی شناخته بشه و پیش از اون آبهای داخلی ایران محاسبه بشن. البته پذیرش این موضوع منوط به توافق با طرف‌های ترکمنستان و آذربایجان هم هستش، اما با توجه به اینکه بر اساس ماده اول در تعریف خط مبدأ به صراحت اومده که روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باشد، در موافقتنامه جداگانه‌ای به همه طرف‌ها تعیین بشه. چنانکه شکل ساحل یک کشور در تعیین آبهای داخلیش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار داده باشند، این وضعیت هنگام ایجاد روشی که ذکر شد به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت. و گزینه بعدی اجازه عبور لوله‌های نفت و گاز از بستر خزر هستش که در ماده 14 به رسمیت شناخته شده که میتونه یه فرصت باشه به جهت اینکه ترکمنستان این اجازه رو پیدا میکنه که از خزر بتونه برای صادرات گاز استفاده بکنه. اگرچه ممکنه برای ایران مطلوب نباشه چون که ایران ترجیح میده گاز ترکمنستان از ایران به ترکیه و اروپا منتقل بشه، اما در واقع میتونه فرصتی برای همکاری سه‌جانبه بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان هم باشه، چون که برای تداوم همکاری‌های منطقه‌ای گره زدن منافع اقتصادی به هم دیگه میتونه پایداری همکاری‌ها رو بیشتر بکنه و تضمین بکنه اونها. در همین حال این موضوع خودش یه نوع تهدید هم برای آلودگی محیط زیست خزر محسوب میشه، به ویژه که ممکنه با زمین لرزه های احتمالی به فاجعه محیط زیستی تبدیل بشه. با این حال در ماده 14 بند دوم کنوانسیون تاکید شده که مشروط بر آنکه
پروژه های آنها با استانداردهای زیست محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه های بین المللی که طرف ها عضو آن هستند، از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکل های مربوطه آن مطابقت داشته باشد، این قراردادها امضا بشه. این خودش تا حدودی میتونه نگرانی های موجود رو کاهش بده، در صورتی که ملاحظات زیست محیطی از سوی طرف های مجری پروژه ها و بهره برداران و کشورهای سینف رو به طور کامل در نظر گرفته باشه. این کنوانسیون یه سری نقاط ضعف و نقاط قوتی هم داره. یکیش این که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از اون جهت که سرانجام بعد از 2 دهه مذاکرات بین کارشناسان، نمایندگان کشورها در امور خزر و اجلاس‌های متعدد در سطح معاونین و امور خارجه و حداقل 5 نشست رسمی در سطح سران به متنی رسیده که زمینه ساز رفع اختلاف‌های موجود هستش و فراهم کننده بسترهای مناسبی برای همکاری‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و زیست محیطی و علمی شده، گامی اساسی رو برای روبه جلو بردن هر 5 تا کشور میتونیم محسوب بکنیم. دیگری این که کنوانسیون خزر در ماده اول مفاهیم پایه رو به صورتی تعریف کرده که نمیتونیم برداشت متفاوتی از موضوعهای مطرح شده از این کنوانسیون رو ارائه بکنیم. از این جهت یک نقطه قوته، اما به خاطر اینکه در موضوعهای مورد اختلاف صرفاً به مذاکرات بین اعضا اکتفا کرده، نقصی جدی مشاهده میشه. در این مورد مثلا در ماده 21 بند اول دوم اومده که اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی و مذاکرات حل و فصل شد. هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند 1 این ماده حل و فصل نشه، میتونه با صلاح دید طرف‌ها برای حل و فصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌المللی پیش‌بینی شده اجرا بشه. متاسفانه این ماده به این سوال مهم پاسخ نمیده که اگر کشورها به هر دلیل درباره یک یا چند تا موضوع اختلاف پیدا کردن و نتونستن اونها رو بین خودشون حل کنن، از کدوم روش مسالمت آمیزی در حقوق بین الملل قرار استفاده بکنن. به نظر میرسه که لازم بود توی اینجا به یک یا چند مورد از این روش‌ها یا مراکز بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی لاهه اشاره شد که نشد. در ماده 11 کنوانسیون حقوق خزر که تفصیلی ترین ماده این کنوانسیون محسوب میشه، 40 موضوع مهم در 16 بند که بعضی از بندها خود شامل چند تا موضوع میشه به موارد مهمی درباره کشتیرانی و حق انحصاری استفاده از پرچم کشورهای ساحلی در خزر به تفصیل پرداخته. همچنین درباره موضوع برگزاری رزمایش و استفاده از تجهیزات نظامی در خزر به موارد مهمی اشاره داره. و این نکته از این جهت مهمه که کنوانسیون خزر باید مانع از هر گونه نظامیگری در خزر به طور عام و به صورت خاص مانع از مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای و غیر ساحلی در دریای خزر بشه. این واقعیت که مرزها و حدود آبهای سرزمینی در کنوانسیون به صراحت مشخص نشده، یک نقطه ضعف مهمی هستش که طرفها میتونستن تا زمان نهایی شدن تهدید سرزمینها و مشخص شدن مرزهای آبی از امضای این کنوانسیونها اجتناب کنن. اما به همون دلیلی که در ابتدا اشاره شد، اونها ترجیح دادن از مزایای این کنوانسیون فعلا بهره برداری بشه تا طرفهای کشورهای جنوب خزر توافق نهایی رو حاصل کنن. یکی دیگه اینکه از جهت اینکه منابع نفت و گاز رو به عنوان مهمترین موضوع در حدود سرزمینی تکلیف کردن،
راه رو برای همکاری‌های آینده باز کردن، به ویژه که کلیه طرف‌ها پذیرفتن در مناطق مورد اختلاف دست به اکتشاف یا بهره‌برداری در زمینه نفت و گاز نزنند، تا آنکه بعداً محدوده های مورد اختلافشون تعیین تکلیف بشه و یا بر سر بهره برداری مشترک به توافق برسن. کنوانسیون با اون که مشکلات خاص خودشو داره از مزایای غیر قابل تردیدی هم برخوردار هستش که برای اکثریت مردم ایران قابل درک، به شرط اون که از جوسازی های جناحی و گروهی مبنی بر سیاسی شدن موضوع ملی تعیین حدود سرزمینی اجتناب بشه و به جای اون به سمت ایجاد اجماع داخلی در جریان مذاکرات آتی پیش بره. تعیین درصد برای تقسیم خزر از ابتدای مطرح شدنش غلط بود و باید پذیرفت که خزر رو نمیتونیم به صورت درصدی تقسیم کنیم. اما به هر حال باید برای افکار عمومی بشه به دقت توضیح داده بشه که به چه دلایلی ما باید برای ایجاد تفاهم بین 5 تا کشور این تقسیم بندی رو حدودی رو انجام بدیم. از موضوع 20% خزر که سالها مطرح می شد دست کشیده شده. به نظر میرسه که باید از همین الان هم برای مذاکرات آتی خزر با طرف‌های آذربایجان و ترکمنستان آماده باشیم و رسانه مناسب برای توجیه افکار عمومی فراهم تا بتونیم عزم و باور ملی رو برای رسیدن به سهم منصفانه و عادلانه در خزر به کار بگیریم. حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از طریق تعامل سازنده با سایر کشورهای حوزه دریای خزر امکان پذیر هستش و بی تردید تثبیت و تداوم امنیت خزر و رفع بحران تنش‌های احتمالی و جلوگیری از تبدیل شدن حوزه خزر به کانون بحران و تنش در سایه اجرای این توافقنامه ها به دست میاد و بخش امنیتی اون فراهم شد و جلوگیری از برخی از محدودیت‌های سابق برای ایران هم از طریق جا انداختن خط آستارا حسن‌قلی به عنوان خط مبدأ برای محاسبات حوزه آب‌های سرزمینی تا 15 مایل دریایی و بعد از اون و حوزه ماهیگیری تا 10 مایل دریایی بعد از آب‌های سرزمینی که در نهایت در مناطق پشت این خط قرار دارن به عنوان آب‌های داخلی ایران محسوب خواهد شد. به امید اینکه تدبیرهایی که انجام میدن و جلسه‌هایی که قراره انجام بدن در آتی همراه با آگاهی کامل مردم باشه که مردم هم با دقت و با آگاهی کامل بتونن نظر بدن. من سخنرانیم تموم شد، با اجازتون مایک رو ببندم. ممنون خانم مشرف، خیلی جامع و کامل توضیح دادین، استفاده کردین. من ابتدای جلسه فراموش کردم بگم که امروز 12 آگوست مصادف با 21 مرداد روز گرامی داشته جهانی دریای خزر هم هستش که در سال 2006 این روز ملی رو نامگذاری کردن. بفرمایید آقای یزدان پناه، مایک برای شما باز هستش. دستان نماشید این خدمت هم کنم. ببینید یه این کنوانسیون شاید بهتر و گنجانده میشه دونن سیاست مماشات روسیه است که در تأمین حقابه آب دریای خزر داره نادیده گرفته میشه. یعنی سیاست مماشات اومده و همه چیز رو زیر سوال برده. همینطور که میدونید رودخانه ولکان مهمترین رودخانه که به دریای خزر میرزه و تقریبا از 130 رودخانه که به دریای خزر میرزه بیشترین حجم آب وارد دریای خزر رودخانه ولکان میکنه با 85%، ولی متاسفانه سدسازی که روسیه میکنه و هیچ حساب کتابی هم نداره. 40 تا سد ساخته در رودخانه، 18 تا دیگه هم داره میسازه. اینو میتونید حالتا توی روزنامه های داخلی ایران هم هست یا خبرگزاری مثل ایسنا مورخ 11 اردیبهشت میتونید اینا رو پیدا کنید و خودتون مستند هست. حتی هیچ اعتراض ایران نسبت به این قضیه نمیکنه. کار به جای رسیده که خلیج گردان که یکی از مهمترین مراکز زیستگاه‌های ماهیان خاویاری است، به خصوص فیل ماهی،
الان با عقب نشست تقریبا اگه اشتباه نکنم 400 متر آب 400 متری آب مواجه شده و هیچ کس هم جوابگو نیست و هیچ منبعی تو ایران جرئت نمی‌کنه به خاطر بازم میگن سیاست مواجهت رژیم ایران و روسیه حاضر نیستن که این قضیه رو رسانه‌ای کنن یا بیان یه اعتراضی صدایی ازش خارج بشه از این ماجرا. حالا گذشته از اون مسائل دیگه مثل فاضلاب و تامین ماسه‌خواری و سید غیرمجاز که داره این حقوق ایران رو تهدید میکنه، حقوق دریای خزر رو برای ایران تهدید میکنه. من مایک رو رها میکنم، ممنون از وقتی که من دادید. مرسی آقای یزدان‌پناه، استفاده کردیم از صحبتاتون. دوستان اگر کسی صحبتی داره دستشون میتونه بالا بیاره، اگر که نه دعوت میکنیم از آقای کاوه قزلباش که سخنرانی خودشون رو با موضوع تاریخچه ساخت سد گوتوند آغاز کنن. در خدمتتون هستیم آقای قزلباش، مارک برای شما باز هستش. من سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران خوبم و همینطور دوستانی که ما رو از طریق فضای مجازی خواهند شنید. در خصوص سد گوتوند امروز میخوایم صحبت بکنم. یه گزارشی که جمع کردم نشون میده که این سد از کجا استارت خورده و به در چه دولت‌های چه کارهایی براش انجام شده. یه نگاهی بکنیم بهش از ابتدا تا امروزش. همه سد گوتوند رو با نام محمود احمدی نژاد میشناسن و وقوع فاجعه آن با دولت دهم براشون تداعی میشه. توی این گزارش سعی کردیم تمام دولت‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای که باعث ایجاد این پروژه سد گوتوند بودن رو یه بررسی بهشون بکنیم. اولین بار همزمان با اعتراضات مردم خوزستان یکی از ریشه‌های کم‌آبی و بی‌آبی در آن سرزمین سد گوتوند معرفی شد. برخی از محمود احمدی‌نژاد نام بردن که سد گوتوند را عملیاتی کرد و برخی تمام مشکلات و بی‌تدبیری دولت حسن روحانی نسبت داد. اما بررسی تاریخی نشان میده موضوع احداث سد گوتوند بسیار قدیمی‌تر از این حرف است. در قبل از انقلاب مرحله شناخت و بررسی طرح اولیه آن کلید می‌خورد و بعد از انقلاب عملیاتی شدن آن و بهره برداری آن توسط قرارگاه خاتم الانبیا در 6 تا دولت پیگیری میشه. بنابراین تقلیل فاجعه سد گوتوند به این دولت و آن دولت تحریف تاریخ با هدف تأمین منابع اقلیتی در قدرت است. این گزارش سعی میکنه با بازخوانی تاریخ روایت های مخدوش فعلی را کنار بزنه و نشون بده تحت چه سیاست هایی فاجعه به نام سد گوتوند رقم میخوره که حالا جز شوری آب و مرگ حیات آن زیست بوم چیزی به جای نذاشته و تنها با فریاد اعتراض بومیان آن منطقه ناقوس مرگ آن زیستبوم به گوش همه رسید. خب ابتدا شروع بکنیم با ارائه طرح اولیه گوتوند در زمان پهلوی. اواخر دهه 40 جلگه خوزستان درگیر سیل بوده و ویرانی های زیادی رو اون سیلا توی خوزستان به وجود میاد. بهمن ماه سال 47 رودخانه کرخه طغیان میکنه و 18 تا کشته به جای میذاره. همزمان با طغیان آب در خوزستان برنامه‌های توسعه پهلوی دوم نیز در جریان بوده و در ادامه همین برنامه‌های عمرانی به سراغ شرکت‌های مشاور آمریکایی رفته تا علاجی برای بالا آمدن آب رودخانه‌های خوزستان پیدا بشه. طرفداران سازه‌های بزرگ مدعی بودند که با ساخت سدهایی روی رودهای بزرگ توسعه شهرسازی، کشاورزی و صنعت امکان پذیر خواهد شد و جلوی طغیان آب هم گرفته میشه. آمریکا در اون زمان تجربه سدسازی‌های زیادی داشت، اما این پروژه ها با تبعات بسیار و ویرانی محیط زیست همراه بود. بعدتر کمیسیون مستقل جهانی به این نتیجه رسید که سدها موجب جابجایی 40 تا 80 میلیون نفر شدند. دامنه ویرانی ها تا جای ادامه پیدا کرد که آمریکا تصمیم به تخریب سدها گرفت و از دهه 90 حدود 1300 تا سدش رو تعطیل میکنه. این برنامه در کشورهای دیگری مانند ژاپن هم اجرا شد. یعنی تا در سال 1390 اینا به این نتیجه میرسن که نه تنها مفید نیست سدسازی بی رویه، بلکه مخرب هم هست و حالا عواقبش رو میرسیم و شروع میکنم به جلوگیری از افتضاح سدها و تخریب سدها. اما زمانی که جهان مشغول به تخریب سدها بود، پروژه های سدسازی در ایران یک به یک پشت سر هم کلید بود. از سد کارون در قبل از انقلاب
و طرح اولیه سد گتفند در قبل از انقلاب آغاز شد و با بهره برداری سد گذران و ده ها سد دیگر در بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. در دهه 40 گروهی از مهندسان آمریکایی شرکت هارزا به ایران آمده و همراه شرکت ایرانی فرمانروایان امکان سنجی ساخت سد را در محدوده حوزه کارون آغاز کردند و همین همکاری به ساخت سد رضاشاه کبیر و کارون امروزی منجر میشه. هنگام مطالعه مسیر رود کارون در گذر از زاگرس به جلگه خوزستان هم بود که مهندسان هارزا به یک توده نمکی بزرگ که متعلق به سازند گچساران بود برخورد. مهندسان شرکت آمریکایی پیشنهاد کرده بودند که سدی قبل از این توده ساخته شد، وگرنه با زیر آب رفتن و انحلال این توده نمک در دریاچه مخزن آب کارون شورتر خواهد شد. یعنی این مهندسان پیشنهاد تأسیس سد برای جلوگیری از شوری آب را دادند، در حالی که اکنون این سد ساخته شده و نه تنها از شوری آب جلوگیری نکرده بلکه خود عامل اصلی شوری آب شد. بنابراین اگر این روزها در میان اخبار می‌شنویم که آمریکایی‌ها درباره ساخت سد گتفند به عنوان یک فاجعه هشدار داده بودند، اما ورق‌های تاریخ نشون میده که این یک روایت تحریف شده است و سد گتفند از ابتدای اینکه پیشنهادات احداث آن مطرح شده با مشکل شناختی مواجه بود. این اولین نقطه است که فاجعه سد گتفند را رقم زد که میتوان آن را به این طور خلاصه کرد: آشنایی مقام اول مملکت با سدسازی‌های بزرگ آمریکا، علاقه مدیران وقت به کپی برداری و با هر تجربه آمریکا را به عنوان دستاورد برداشت کردن. برسیم این که طرح اولیه سد گتفند چجوری به اجرا رسید. پیشنهاد شرکت هارزا آمریکا روی میز بود تا اینکه در اواسط دهه 70 میلادی شرکت کانادایی به نام موننکو که همکاران ایرانی داشت پیشنهاد جانمایی متفاوتی نسبت به شرکت هارزا ارائه و توصیه میکنه که محل ساخت سد بعد از توده شناسایی شده نمک در نظر گرفته میشه. اما هر دوی این پیشنهادها، چه پیشنهاد هارزا و چه پیشنهاد موننکو، یک بچه مشترک داشت و آن هم این بود که سد گتفند نباید روی توده نمک احداث شود. در نهایت احداث سد گتفند در حد مطالعه باقی ماند و به مرحله عمل نرسید. با وقوع انقلاب و در یک دهه اول جمهوری اسلامی سرعت سدسازی ها کاهش پیدا میکنه تا اینکه با آغاز دوران سازندگی و ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و فرمان شاغل کردن بخشی از نیروهای سپاه در پروژه های عمرانی توسط رئیس جمهور وقت یعنی آقای رفسنجانی، پروژه احداث سد گتفند از بایگانی خارج و دوباره روی میز برد. اما این بار مطالعه امکان ساخت سد به شرکت های مشانیر و لامایر چین واگذار میشه. مطالعه‌ای که در آن به قول آقای بنی هاشمی رئیس مؤسسه آموزش عالی آب دانشگاه تهران به مسئله وجود سازندهای نمک بی‌توجهی شد. پیشنهادهای طرح اولیه برای جانمایی سد گتفند احداث آن قبل یا بعد از توده نمکی بود، اما ناگهان از اساس توده نمکی از معادلات حذف شد. به گفته آقای عبداللهی مدیر کل وقت آب فاضلاب خوزستان در آن سالها، مدیران شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بر این باور بودند که آمریکایی‌ها چون می‌خواستند مخزن سد کوچک باشد این اختلاف مکانی را مطرح کرد. در تحلیل هم نوشته شده سد گتفند پیشتر در محلی به فاصله 10 کیلومتر از مکان فعلی و در نزدیکی شهرستان لالی در نظر گرفته شده بود، اما برخی رقابت‌های محلی و حضور برخی مسئولان وزارت نیرو موجب شد محل فعلی به عنوان محل نهایی تایید شود تا به نوعی به شهرستان دسفول نزدیک‌تر بشه و بهره بیشتری از امکانات مدیریتی و فرصت‌های شغلی قبل و بعد از آن در واقع نصیب مسئولان اون شهرستان بشه. برخی از فعالان محیط زیست و بومیان خوزستان هم معتقد بودند در جانمایی سد گتفند تغییر بافت جمعیتی و کوچ اجباری روستایی‌های پایین دستی سد که عمدتاً عرب نشین بودند مد نظر تصمیم گیران قرار گرفته شده. در مقابل برای مدیران و سازندگان سد گتفند جانمایی آن یک افتخار بود. آقای رضازاده مدیر عامل وقت آب وزارت نیرو در یکی از سخنرانی‌هاش در دفاع از مدیریت ایرانی گفته بود سد گتفند از آن دسته سدهایی است که در جانمایی شرکت فرانسوی که قبل از انقلاب سدهای ایران را طراحی می‌کرد وجود نداشت. افتخار جانمایی سد گتفند به ما
ایرانیان باز میگرد. بالاخره فد گوتسن در سال 68 جانمایی شد و کلنگ آن در سال 73 به دست هاشمی رفسنجانی سردار سازندگی بر زمین زده شد، دقیقا روی گنبدهای نمکی گشتسار. در مرحله بعد از آقای رفسنجانی در دولت خاتمی محرمانه میشه کلن اسناد ساخت و ساز و مسائل این تیپی در دولتی که در واقع به عنوان دولت اصلاحات و باز بودن شرایط روزنامه ها در واقع ما میشناسیمش، درنو به این میپردازیم. ادامه محرمانه پروژه سد گوتفند در دولت خاتمی. به گزارش رویداد 24، بزرگ کردن پروژه سد گوتفند با گذراندن مرحله شناخت و جانمایی ادامه داشت تا سال 76 که وارد مرحله بعد شد. در اردیبهشت این سال، یعنی در ماه‌های پایانی دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، عملیات انحراف آب با حفر تونل‌های انحراف آغاز شد و شروع عملیات اجرایی آن را بیژن زنگنه و وزیر نیرو و هادی منافی به عنوان رئیس سازمان محیط زیست به عهده داشت. سال 83 و در دولت خاتمی عملیات خاکریزی بدنه آغاز و تا اجرای کامل طرح 82.5 میلیون متر مکعب خاکریزی انجام شد. در زمان ساخت قسمت اصلی سد، حبیب‌الله بی‌طرف وزیر نیرو و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بودند. حضور بی‌طرف در وزارت نیرو به سدسازان نیز قدرت بیشتری داده در اون زمان. پیشرفت در پروژه سد گوتفند ادامه داشت و همزمان نگرانی‌ها از عوارض و عواقب آن نیز بیشتر می‌شد، اما ساخت سد گوتفند و بحث‌های مربوط به آن به یک موضوع محرمانه تبدیل شد و امکان راه یافتن انتقادات به رسانه‌ها با محدودیت مواجه بود، آن هم در دولت خاتمی که معروف بود دولت آزادی مطبوعات. یه چند تا از تأثیراتی که این سد در واقع با آبگیری و به بهره برداریش در واقع منجر میشد که کارشناسان محیط زیست مخصوصا عنوان میکردن و هشدار میدادن اون زمان رو بررسیش بکنیم و ببینیم بعدن چه اتفاقی افتاد. یکی از مسائلی که میگفتن ایجاد حلبی آبادهای خوزستان پس از آبگیری سد گوتفند بود. در نهایت با وجود تمامی انتقادات و اعتراضات، همراهی و همکاری دولت‌ها با یکدیگر و قرارداد خاتم‌الانبیا توان و زور بیشتری داشت، سد گوتفند در دهه 90 آبگیری شد و اولین تصویر از فاجعه رونمایی شد. به 41 روستا گفته شد بر اساس قانون باید برای انجام این پروژه ملی با شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گوتفند در خوزستان همکاری کنند و از محل زندگی خود خارج شد تا آب سد خانه آنها را پر کند. از این تعداد 18 روستا در شهرستان مسجد سلیمان زیر آب رفت. 9 روستای آن در حریم سد که 9 روستاش در حریم سد قرار داشتن و باید تخلیه می‌شدند. 14 روستا نیز در منطقه لالی قرار داشت و 11 روستای آن در بخش آب ماهیک که تمامی بسیاری از آنها زیر آب رفتند. شرکت آب نیرو به روستایان گفته بود خانه‌هایی که با سنگ و بدون ملات ساخته اید متری 600 تومان بیشتر ارزش ندارد و اگر زمین‌های کشاورزی مرغوبی داشته باشی که یک کنار رودخونه قرار داشته باشه برای آنها تا متری 20,000 تومان نیز قیمت گذاشت. موسی زمین‌های روستایان با ارزان‌ترین قیمت ممکن به تصاحب درآمد و بسیاری از این روستایان به اجبار به حاشیه شهرهای دسفول، شوشتر و اصفهان مهاجرت کردند و برخی نیز ساکن حلبی آبادهای اطراف اهواز شدند. آنها هم که ماندند هر روز فقیرتر از دیروز شدند و مرگ بیخ گوش دامهایشان نشست. تغییر بافت جمعیتی و سیاست کوچ اجباری به خصوص در روستاهای عرب‌نشین که سالها پیش بومیان آن سرزمین با احساس سد گوتفند پیش بینی می‌کردند بالاخره اتفاق افتاد. فاجعه سد گوتفند و آوارگی ساکنان و منطقه محدود نبود. مردم سایر نواحی خوزستان نگران این بودند که سد گوتفند باعث شوری آب بشه چون روی توده نمکی احداث شده. اما معاون اجرایی سد اعلام کرد که اصلا کارون به خودی خود شور هست. وزارت نیرو هم در توجیه ساخت گوتفند از ابتکار عمل مهندسان ایرانی خبر داد که پتوی روسی ترتیب دادند که به واسطه آن نمک با آب دریاچه در تماس نیست و
ولی متاسفانه 10 سال پیش دقیقاً در یک چنین روزهایی و دقیقاً در تاریخ 6 مرداد 1391 سد گتفن توسط محمود احمدی نژاد افتتاح و اولین آبگیری آن انجام شد. مجید نامجو وزیر نیروی وقت در بازدید از سد گفته بود تمام مسائل مربوط به آبگیری با تدبیر مهندسان ایرانی حل و فصل شده است. اما 3 روز، فقط 3 روز بعد از آبگیری، پتوی روسی که قرار بود حائلی بین دریاچه، آب دریاچه و نمک باشه فرو ریخت. هزینه ساخت پتوی روسی نزدیک به 600 میلیارد تومان بود. اما این پتوی روسی تنها 3 روز مقاومت. آقای مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اون زمان بعد از این اتفاق اعلام کرد که با شرایط حاضر سد گتفن دیگر نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد. در مقابل آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در پاسخ به این هشدار در یک نامه نوشت یک آدم بی سوادی وارد کارهای تخصصی می شود و به ما نامه رسمی می زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگر احداث کنید. به تو چه ربطی دارد؟ در جواب آقای پور محمدی گفت دارم آقای احمدی نژاد. بعد هم که اعلام شد هزینه تخریب سد گتفن 9000 میلیارد تومان است. یعنی 3 برابر هزینه ساخت و بنابراین نمی صرفد که این سد را تعطیل کنید. سد گتفن تعطیل نشد و آبگیری آن هم فقط به شوری آب کارون و آوارگی ساکنان آن ناحیه ختم شد. ختم نشد. علاوه بر شوری آب مشکل دیگری نیز سر باز کرد. نشت چاه‌های نفت. 5 چاه نفت در مخزن سد گتفن وجود داشت که پیش از آبگیری پلمب یا جابجا شده بود. اما به دلیل فشارهای ناشی از آبگیری حاشیه دریاچه سد آلوده به مواد نفتی شد. مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب ایران گرچه نشتی را تایید کرد اما گفت نشت فوق‌العاده جزئی است و مشکل خاصی وجود ندارد. در 17 دی ماه همان سال هم مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت مسجد سلیمان اعلام کرد نشت نفت به درون دریاچه سد گتفن مهار شده است. این یه تاریخچه‌ای بود از آنچه که گذشت و بعد از اون در واقع میان یک کمیسیون تخصصی تشکیل میدن که دانشگاه جندی شاپور یا دانشگاه چمران اهواز مسئول رسیدگی به موضوعی بکنه که چه باید بکنن حالا با این اتفاقی که افتاده. که دانشگاه جندی شاپور محققینی که جمع میشن و راجع به این قضیه علاج سنجی میکنن 2 گزینه را بهش میرسن که به تنها یک گزینه میرسن که به تخریبه و تخریب باید این سد تخریب بشه، ولی قبل اینکه متاسفانه بیان به صورت رسانه‌ای اعلام بکنن نظرشون رو خلعیت میشه دانشگاه چمران، همون دانشگاه جندی شاپور اهواز و پروژه تعیین تکلیف و راه حل سد گتفن رو از دانشگاه چمران میگیرن و میدنش به دانشگاه تهران. کسی نمیدونه چرا قبل از اعلام نتیجه این کار رو انجام میدن. دانشگاه تهران بعد از چند ماه بررسی 2 تا نتیجه دیگه ای میرسه که اون رو در واقع رسانه‌ایش میکنن، یکی کنترل مخزن سد و یکی انتقال آب دریاچه پشت سد هست که حالا به خلیج فارس هایی بتونن انتقالش بدن خاطر شور بودن زیادش، که بحث کنترل مخزن سد رو هنوز که هنوزه باش موافقت کردن و قرار همین قضیه رو پیگیری بکنن. که در دولت روحانی هم دیدیم شاهد این بودیم که هیچ اتفاق خاصی برای همین کنترل مخزن سد هم اتفاق نیفتاد و همچنان متاسفانه این مثل یک گده سرطانی هست که چاره‌ای براش هیچ کس نیندیشیده که بتونن با این سد چه کار بکنن. و سدی که از روی عدم کارشناسی با هزینه‌های چند صد میلیاردی در واقع ساخته شده الان که هیچ کس پاسخگوی این نیست و نمیدونم واقعا باید باش چیکار بکنم. ممنون از توجه شما دوستان، ممنون از زمانی که من دادین، من ماگ رو رها میکنم، در خدمت شما هستم. مرسی آقای قزلباش. قبل از هر چیزی به خانم رضاوان و آقای نوروزی و دیگر دوستانی که به ما ملحق شدن سلام میدم، خوش اومدین. متاسفانه جای تاسف داره، متاسفانه از دست ما به این سادگی ها کاری بر نمیاد و مافیای سدسازی توی ایران یه طوری حول اقتصاد آب پیچیدن که هیچ کسی واقعا کاری از دستش بر نمیاد و همه اقداماتی که دارن به ما نشون میدن
به نظر من، به نظر شخص من خیمه شفازی بیش نیستش. از روی نادونی، حالا از روی قصد شاید، کارون ستون فقرات جلگه خوزستان از بین میره و حالا یه دکه دیگه باز میکنن که بخوان آب این سد رو انتقال بدن به خلیج فارس. اونم فاجعه های دیگر رو در پیش خواهد داشت قطعا. دوستان اگر کسی صحبتی داره، ما صحبت شما رو میشنویم، چون دستتون رو بالا بگیریم. اگر هم که کسی نظری نداره، البته آقای قزلباش انقدر این تاریخچه رو کامل گفتن که دیگه صحبتی واقعا واسه گفتن نمیمونه. اگر هم که نه، ادامه جلسه رو داشته باشیم. من دعوت میکنم از همکار خوبمون آقای صمد جعفری با موضوع پروانه های سفید، آفت درختان بلوط زاگرس. آقای جعفری اگر که آماده هستین میتونید دستتون رو بالا بیارید، ما صحبت شما رو میشنویم. با سلام خدمت همه همکاران عزیز و مهمانان گرامی. موضوع سخنرانی بنده در ارتباط با پروانه های سفید که این روزها جنگل های زاگرس و خصوصا درختان بلوط زاگرس را به خاک سیاه نشوندن. پروانه سفید برگ‌خوار آخرین آفتی است که این روزها درختان بلوط 500 ساله جنگل های زاگرس را داره از پا در میاره و همچون ویروسی مرگبار در حال گسترش به همه جنگل های اطراف هم هست. آفت پروانه سفید برگ‌خوار خسارت‌زایی بسیار بالایی داره و در بعضی موارد تمام برگ درختان بلوط را کلن از بین میبره و درخت کاملا برهنه میکنه. این پروانه، پروانه مهاجم و چند نسلی به اسم لاکوما ویلچر هست که حالا جنگل های در همتنیده بلوط زاگرس در استان کوگلوبوئر احمد رو فرا گرفته. آفت پروانه برگ‌خوار بی اون که جایی رو بسوزونه درخت کاملا خشک میکنه و نابود میکنه و با حالت ایستاده و تنومند درختان چند صد ساله رو به زانو در میاره و متاسفانه از بین میبره. این پروانه به درختان بلوط و گیاهان مانند مرکبات، پسته، بادام و بسیار دیگر از گیاهان حمله میکنه و این آفت به 5 نسل در طبیعت میتونه خسارت وارد بکنه. پروانه جوانخار که در چند دهه اخیر گونه های مختلف بلوط رو مورد حمله قرار داده، آفتی مخربه که باعث کاهش رویش چوب، زوال و نابودی جنگل ها، تغییر در زادآوری و توالی شده و حتی باعث مرگ و میر درختان میشه. حالا دنبال به اصطلاح علاج واقعی باید باشیم. یکی از فعالان محیط زیست در کوگلوبوئر احمد میگه که طغیان گونه مهاجم پروانه برگ‌خوار به معنای اون است که شرایط محیط به نفع پروانه برگ‌خوار تغییر پیدا کرده. آقای امید سجادیان گفته که باید این عاملی که باعث طغیان برگ‌خوار بوده مشخص بشه. این تاکید میکنه که ممکنه غذای اونها زیاد شده باشه یا شکارچیان اونها از بین رفته باشن. شاید شرایط اقلیمی به نفع این آفت تغییر کرده و یا گونه های رقیبش در سمپاشی ها از بین رفته باشن. به هر حال بیماری و آفت سرعت بالایی داره در جنگل های استان کوگلوبوئر احمد که متاسفانه در حال گسترش هم هست، اما بدون مشخص کردن دلیل این واقعه به دنبال مسکن هستن. به تاکید میکنه که باید از خودمان بپرسیم که آیا این مسکن ها درد بلوط رو درمان میکنه یا تنها درد رو کم میکنه. دردی که دلیل اون مشخص نباشه و به دنبال علت و عامل اصلی بیماریزایی نباشیم، تنها با مسکن درد رو کم میکنیم و در نهایت موجب مرگ این درختان میشه.
درختان هم موجودات زنده هستند که در اثر این حادثه یکی پس از دیگری دارن جون میدن و نابود میشن، ولی علت و عامل اصلی اگه پیدا بشه راهکار هم میشه به اصلاح پیدا کرد و درمان هم میشه انجام داد. ما تو علم پزشکی یه بحثی داریم که میگیم تشخیص همیشه 50% درمانه، یعنی اینکه اگر که یه بیماری رو ما بتونیم درست تشخیص بدیم 50% کمک میکنه به 50% به اصطلاح درمان اون بیماری. سال گذشته این پروانه برخورد در برخی مناطق استان طغیان کرد و گستره و دربرگیری اون کم بود، ولی سازمان جنگل ها در اردیبهشت ماه و خرداد ماه مناطق زیادی رو محلول پاشی کرد، حتی مناطقی که آثاری از طغیان هم نداشتم سمپاشش کردن. متاسفانه در این مورد هم خیلی مثل موارد دیگه تصمیم احساسی گرفته شد، تصمیمی که از روی کار کارشناسی نبود. یعنی این که همچین تصمیمات مهمی رو باید کارشناسان زبده و کارکشته با انجام اعمال و آزمایشات لازم و از روی علم و آگاهی و تخصص به نتیجه مطلوبی برسن و براش راه حل و راهکار اساسی پیدا بکنن، نه اینکه بیان به اصطلاح درمان موقتی انجام بدن که این درمان موقت پشتش یه فاجعه‌ای به وجود میاره، به طوری که عمل انجام شد بعد از این قضیه سمپاشی که انجام دادن یه درمان موقت و کوتاه مدتی بود که متاسفانه شرایط رو برای فاجعه بزرگتر رقم زد. میخوایم تو این قسمت مثال ساده‌ای بزنیم که یه مقدار مسئله قابل فهمتر باشه. افرادی که معمولاً مثلا زانودرد دارن پیش پزشک میرن، پزشک بهشون میگه که اگر این پزشک نتونه اون به اصطلاح مشکل اصلی رو تشخیص بده و براش یه راهکار و یه درمان مناسب پیدا بکنه، معمولاً سعی میکنه که درمان علامتی بکنه. یعنی اینکه مثلا افرادی که زانودرد دارن اگه که به پزشک مراجعه میکنن، اگر که پزشک فقط دنبال این باشه که درد اون فرد ساکت بکنه بدون اینکه به اصطلاح علت اصلی رو پیدا بکنه، این درد معمولاً با پروتون‌های همون به اصطلاح مسکن‌های قوی هست ساکت میشه، ولی در آینده باعث میشه که اون بیمار رو از پا در بیاره. حالا دقیقاً این کار سمپاشی هم مثل همون به اصطلاح مسکن کورتونیه که ما تو بحث پزشکی معمولاً بعضی پزشکا ازش استفاده میکنن. در این فاجعه زیست محیطی حجم پروانه ها میلیونی هستن و گستره و دربرگیری جنگل های زاگرس از این گونه مهاجم هم وسیع هست. مناطق هم معمولاً به خاطر اینکه صخره‌ای و کوهستانی هستن و صعب العبورن، این عوامل سبب میشه که کار سخت‌تر بشه و معمولاً موفقیت کار هم کمتر باشه، که البته اگر تصمیم منطقی و درست گرفته میشد کار به اونجاها کشیده نمیشد، چون معمولاً تو ایران این شکلیه که میذارن یه فاجعه اتفاق بیفته بعد خیلی ازش به اصطلاح اون بهره‌برداری‌ها و سوء استفاده‌های خودشون هم انجام میدن و سر آخر وقتی که دیگه کاملا به اصطلاح قضیه حاد میشه و اوضاع خیلی به هم ریخته میشه، تازه به فکر این میفتن که چه کار باید بکنن. منظور اینه که اگه همون پارسال که این اتفاق افتاد سریعا به مراکز بالاتر گزارش داده میشد و با آزمایشات و تحقیقات صحیح از کارشناسان و متخصص امن کمک گرفته میشد و حتی اگه لازم بود با مراکز خارج از کشور که معمولا تو این زمینه ها علم و اطلاعات کافی و وافی داشتن تماس گرفته میشد و از اونا کمک گرفته میشد، شاید امروز درگیر همچین فاجعه زیست محیطی نبودیم. جنگل یک اکوسیستم زنده است. روشی که توسط سازمان جنگل ها برای مبارزه با این بیماری ها بر روی اون تاکید شده محلول پاشی بود. باید در نظر داشت که جنگل یک اکوسیستم زنده است. یعنی چیزی به عنوان آفت ما تو جنگل نداریم. در بخش کشاورزی و به اصطلاح باغات و اینا معمولا به خاطری که محصول به دست میاد، خب هدف اینه که به محصول به اصطلاح برسن،
معمولا هر عاملی که مانع تکامل بشه، معمول تکامل محصول بشه، به عنوان آفت محصول میشه. ولی ما تو جنگل چون که محصولی نداریم که به اصطلاح آفت داشته باشه در جنگل، حالا منظور کلن به اینه که به اصطلاح خود اون جنگل اگر که با دستکاری ها و به اصطلاح دستاندازی ها درگیر نباشه، خیلی کم اتفاق میفته که همچه مواردی پیش بیاد. جنگل اکوسیستم زنده با انواع گونه های مختلف و کارکردهای مشخص، یعنی که این روش ها و محلول ها برای باغات و مزارع شاید مناسب باشن، ولی برای جنگل معمولا راهکار نیستن. اینا مردم درختان آفت زده رو نباید قطع بکنن. این گونه مهاجم در اسفند و بهار در سطح وسیعی در جنگل های زاگرس در استان شروع به فعالیت کردند و خسارت زیادی را هم به عرصه طبیعی وارد کردند. این حشره با تغذیه بیرویه از جوانه ها و برگ درختان اونا رو برهنه و آری از برگ میکنن. بسیار از مردم هم به گمان اینکه این درخت به اصلاح خوش شده سعی میکنن درخت ها رو قطع بکنن و ازش برای زغال و کباب و موارد این دستی متاسفانه استفاده بکنن، که باید این قضیه آگاهی رسانی بشه که مردم از این درختان به این شکل استفاده نکنن. دستکاری در چرخه طبیعت، معلول پاشی اگر هم قرار بود که کارساز باشه، معمولا باید تو همون اسفند و به اصطلاح بهار سال گذشته انجام میشد، به شکلی که به هر حال یه مقدار جوابگو باشه، یعنی این که باید در مرحله لارو و شفیرگی انجام میشد، که البته تا کنون هزینه زیادی هم صرف این محلول پاشی بوده ولی نتیجه هم در بر نداشته. معلول پاشی معمولا سبب میشه که دشمنان طبیعی این گونه های مهاجم از بین برن و از بین رفتن اونها باعث طغیان گونه های مهاجم میشه. یعنی در واقع خود این محلول پاشی یه عاملی بوده برای اینکه اون دشمنان اصلی این به اصطلاح پروانه های سفید رو از بین بردن و این خودش مسئله رو حادتر و بدتر کرده. رفع چالش آفت برگبار با استفاده از فناوری‌های نوین، امسال هم به نام سال تولید دانشمندان و اشتغال آفرین نامگذاری شد. این شعار رو رهبر ایران آقای خامنه‌ای دادن، به خاطر همین رویداد چالش حل مسئله در خصوص آفت برگ، آفت پروانه برگبار و جوانه‌خوار بلوط توسط مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در حال بررسی هست. مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی در این رابطه گفت با عنایت به اخبار واصله در خصوص مشکل آفت برگخوار و جوانخوار، امیده که یه راهکار عملی مؤثر و مفیدی بشه در ارتباط با این فناوری های جدید براش پیدا کرد. حالا کی پیدا بشه خدا میدونه. تامین اعتبار، این روزها مبارزه با آفات بلوط در کوگلو بویرامد مسئولان و مدیران زیربط استان و روانه تهران کرده که با مسئولان کشوری و اعتبارات و امکانات بیشتر با این قضیه مبارزه بکنن، که البته مثل خیلی موارد دیگه این قضیه هم یه قطعا یه بودجه میاره تو استان و باز اون سوء استفاده هایی که بعضی ها میخوان انجام بدن انجام میدن ازش. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفته که خوشسالی های متوالی چند سال اخیر و به تبع اون بیماری های نظیر چوب سوسکخار بلوط و بیماری زغالی و همراه اون بوده که کمر بلوط های کوگلو بویرامد را خمیده تر کرده و بدتر از اون بخش اعظمی از این بلوط ها در فصل بهار با آفت پروانه برگخوار و جوانخوار گرفتار شده که مقابله با این آفت حجم گسترده از توان استان به خودش به اصطلاح جلب کرده و نمیدونم حالا این حجم گسترده ای که به هر حال اینا انجام دادن چی بوده، فقط یه
محلول پاشی بوده که اون قضیه هم باعث این شده که فاجعه رو بدتر بکنن. نگاهی به ارزش جنگل‌های بلوط. بلوط درختی که دارای ریشه‌های نومتری در دل خاک و ارزش نهفته اون در کمک به ذخیره‌سازی آب و تقویت سفره‌های آبی زیرزمینی به مراتب 6 برابر بیشتر از چوبش ارزش داره. همون درختی که سالانه نزدیک به 60 تن از آلودگی‌ها رو در خود رسوب میده تا ما هوای پاک تنفس کنیم. بلوط همون درخت با سابقه کهن در طبیعت ایرانه که باید به گنجی نهفته تشبیهش کرد. همون گنجی که نجات دهنده نسل‌های ما و نسل‌های آینده تا 800 سال آینده خواهد بود. یه فعال محیط زیست گفت در سالهای اخیر به منابع جنگلی و درختان بلوط کم توجهی شده و متاسفانه قدردان این گنج نهفته نبوده ایم و براحتی به بهانه های جاده سازی و زندگی صنعتی تیشه به ریشه اونها میزنیم و اونها را یکی پس از دیگری نقش بر زمین میکنیم و متاسفانه از این زمین زدن ها نیز شادمانیم، اما دریغ از این که این اقدامات نامعقول یاد شده که ما داریم انجام میدیم داریم خودمون و فرزندانمون رو در آینده دچار مشکل میکنیم. آفات و بیماری ها، کم شدن سنجاب ها، قطع درختان بلوط به بهانه تولید زغال و مواردی از این دست از دیگر عوامل مخربی هستند که سبب تخریب و نابودی بلوط هایی هستند که در فرهنگ ما مقدسن. برخی کارشناسان ارزش اقتصادی یک درخت بلوط رو 1 میلیارد تومان تخمین زدن، اما در واقع ارزش اقتصادی درختان خصوصا درخت بلوط به نظر من قابل تخمین زدن نیست. من معتقدم که درختان بلوط در تأمین آب شرب و همچنین در این به اصطلاح سالهای خوشسالی، تولید اکسیژن، کمک به تنفس، استفاده از سایه اون برای رهگذران و خود میوه بلوط هم که تو صنعت رنگرزی ازش استفاده میشه و صدها استفاده دیگه که ما ازش بیخبریم رو نمیشه قیمت گذاری کرد. آمارا نشون میدن که فرسایش خاک 2% در هکتار هستش که جاهایی که معمولا درختان بلوط هستش جلوگیری میکنه از این فرسایش خاک، که همین باعث این میشه که درختان بلوط از این فرسایش جلوگیری بکنن و محیط رو به اصطلاح مرغوبتر نگهداری بکنن. و معمولا خاکی که جایی که درختان بلوط هستش یه خاک حاصل خیزی هست که میشه ازش استفاده های زیادی برد. اگه یه لحظه بهش فکر کنیم، اگه این بلوط ها نباشند چه بلایی سر ییلاق و قشلاق عشایر به عنوان گنجینه تولید گوشت و شیر و پشم و لبنیات و فراورده های اون میاد. زیست بوم زاگرس در وضعیت شکننده و ناپایدار هست و تاوان تمام کمکاری ها را نباید محیط زیست و طبیعت پرداخت کنه، چرا که احیای دوباره بلوط عمر طولانی میخواد و خیلی دشواره. و کندی رشد بلوط 1 سانتی متر در 1 سال هست. یعنی آدم وقتی که فکرش میکنه یه درختی باید چند صد سال طول بکشه تا به یه درخت مثلا تنومندی تبدیل بشه، که متاسفانه الان خیلی راحت با این شرایطی که وجود داره دارن از بین میرن این درختان. بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از 60,000 هکتار از عرصه های جنگلی کوگیرو بیرحمت دچار آفت پروانه سفید برگخوار بلوط شده. به گفته کارشناسان منابع طبیعی، کاهش بارندگی ها و خوشسالی های پی در پی جنگل های بلوط این استان دچار خسارات از آفت برگخوار بلوط کرده و این یه تهدید جدی برای این جنگل ها هست. جنگل های کوگیرو بیرحمت که جزی از منطقه زاگرس محسوب میشه 800,000 هکتار مساحت داره. بر اساس آمارها کل مساحت جنگل‌های زاگرس 6 میلیون هکتار هست که متاسفانه به دلایل مختلف زیست محیطی و از همه مهمتر
عدم مسئولیت پذیری مسئولین جمهوری اسلامی ایران و مسئولین محیط زیست جمهوری اسلامی ایران باعث شدن که حدود 1 میلیون هکتار از این به اصطلاح جنگل ها از بین برن و متاسفانه هیچ راهکار مناسبی هم در نظر ندارن که در آینده جلوگیری بکنن از این قضایا. بر اساس مطالعاتی که انجام شده تو جنگل های زاگرس 2379 گونه گیاهی، 61 گونه پستاندار، 27 گونه ماهی، 167 گونه پرنده، 37 گونه خزنده شناسایی شده که حفظ و صیانت از اون وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران و شهروندان ایران هستش. این موارد معمولا ناقض اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف 15 و 16 سند 23 یونسکو هستش. از اینکه حوصله به خرج دادید سپاسگزارم. من مایک راه میکنم. خیلی ممنون آقای جعفری، خسته نباشین. ممنونم. بدین که باور نکنیم که هیچ راهکاری وجود نداره. از مملکتی که دسترسی به بمب اتم داره و 82 میلیون جمعیت رو داره مدیریت میکنه و داره سیلاب رو کنترل میکنه، بعیده که نتونه واقعا یه سم برای پروانه سفید پیدا بکنه. این برمیگرده باز به همون بیکفایتیه و دزدیه. بعد اینجا برای آدم سوال پیش میاد که شاید واقعا سمش هست، اما این سمه رو دارن یه جای دیگه به کار میبرن و دارن دوباره از بغل این سمه یه بخور بخور دیگه در کار هستش. من به شخصه اصلا نمیتونم باور کنم دولتی که در طول چند ساعت اون تعداد سگو داره میکشه همزمان، الان برای پروانه واقعا سمی نمیتونه پیدا بکنه. جای تاسف داره واقعا. آقای یزدان خانم بفرمایید، مایک در اختیارتون. خسته نباشید خدمت همکاران و خسته نباشید خدمت آقای جعفری بابت سخنرانی خوبشون. ببینید راهکار وجود داره. اون راهکاری که آقای صمد جعفری اشاره داشتن بهشون یه راهکار موقت بود، استفاده از سموم بیتی در اصطلاح بهش میگن که اینو باکتری بیولوژیکی هم هست، یعنی خطری هم نداره برای طبیعت جز اینکه به صورت نقطه عالی به صورت محدودی منطقه رو عاری از اون حشره میکنه. اما راهکار اساسیش استفاده از نوع زنبوره، زنبور به نام پارازیتوئید اگه اشتباه نکنم اسمشو. خب این زنبور دشمن اصلی این پروانه است. حتی توی مزارع کلم هم از این استفاده میکنه، از این زنبور ها تو جایی که مثلا بیولوژی کار میکنه. این زنبور میاد تخمشو روی لارو، توی بدن لارو این پروانه قرار میده و با تغذیه از بدن لارو این پروانه میتونه رشد کنه و باعث از بین رفتن این پروانه میشه. اما متاسفانه فقط باید دعا کنیم به دولت جمهوری اسلامی فقط اکتفا کنه به استفاده از سموم بی تی، یعنی نیاد یه سموم شیمیایی از چین وارد کنه، حالا بگه هر چی شد شد. و امیدوارم که این از بین رفتن این مرگ ایستاده بلوط‌ها رو ما بتونیم پایان بدیم، حالا با آگاه‌سازی با هر چیز گرد. اما یه بحران دیگه بلوط‌های کشور ما رو تهدید می‌کنه، بحران انسانی، یعنی استفاده از چوبشون هست، از شاخ و برگشون هست، حالا از هر قسمتش. یه بحرانی که از خاک دزدی است یا همون قاچاق خاک است که در زیر درختان بلوط به صورت فراوان خاک ها، گیاه خاک ها به صورت چند صد سال ذخیره شدن و حالا متاسفانه میان اینا رو میدوزن و میفروشن. و محیط زیست الان چند سالیه که صورت جدی داره پیگیری این قضیه است. قبل از این ریشه بلوط میومد بالا و آفتاب میخورد و حرارت میدید و بلوط به صورت ایستاده از بین میرفت. و همین، خواستم فقط این نکات رو یادآوری کنم و مایک رو راه میکنم از وقتی که من دادید. خیلی ممنون از صحبت شما، ما هم استفاده کردیم. خب پس راهکار وجود داره، مهم اینه که دست به عمل بشن که دست به عمل نمیشن. ما در انتها آدم میگه که خب چی میمونه از ایران؟ غرب کشور با اون همه شگفتی و زیبایی یکی یکی داره از بین میره. یعنی از مرکز شروع شد، حالا زاگرس هم که چیزی نمونده ازش. دوستان اگر که آقای غزل باش بفهمید، ماک در اختیار شماست.
من هم میخواستم در واقع صحبت های آقای ازمپنا رو تایید بکنم، کما اینکه سابقه این کار رو داشتن متاسفانه دوستان، یعنی وقتی هیچ کاری نکنن خیلی بهتره و اگر میخوان کاری بکنن امیدوارم که بیولوژیک این کار رو انجام بدن، چون واقعا چند سال پیش اومدن در جنوب استان خرم و استان لرستان سمپاشی انجام دادن و این سمپاشی که بابت همین از جمله آفاتی که راجع به درخت بلوط بود و یک سری محصول کشاورزی مردم رو از بین برد و حالا اون نوع استفاده هستن و درصد اون سمه و طریقه استفاده هست و نوع پاششش در واقع میاد چارج دیگر میزنه خراب کنه، آلودگی آب رو به هم راه بهتره. آره واقعا اگر نکنن یه جاهایی شاید خود طبیعت اتوماتیک وار یه کاری بتونه انجام بده، ولی امیدوارم که به قول آیه یزدان بهترین راهش بیولوژیک تو مدیران واقعا با سوادی که دارن مدیریت میکنن، امیدوارم اگه کاری هم کنن انجام بدن بیولوژیک انجام بدن حداقل. ممنون از شما. موضوع اینه که از متخصصا استفاده نمیکنن که هر کسی دختر خاله و پسر خاله خودشو میاره تو کار تا اینکه یه پولی تو جیب اون بره. اگه از کسایی که واقعا هیچ کس تو دولت جمهوری اسلامی هیچ کس سر جای خودش نیست. مشکل ما اینه. اگر که واقعا مسئولین سر جای خودشون نشسته بودن خیلی از مشکلات ما حل میشد. آقای جعفری بفرمایید، صدای شما رو میشنویم، در اختیار شماست. با سلام مجدد، در تایید صحبت‌های به اصطلاح دوستان کاملا چیزایی که فرمودن درسته و این راهکارهایی هم که گفتن دقیقا به همین شکل، چون آفت طبیعت رو باید با خود طبیعت واگذار کرد که معمولا خودشون به اصطلاح این قضیه رو دارن انجام میدن و از طرف اینا همش زنگ خطرهایی هست برای اینکه یه سری اتفاقات داره میفته و اگه ما توجه بکنیم خصوصا تو این دهه اخیر متاسفانه خیلی زیاد شدن و اینکه بالاخره اگر که شما میتونین انجام بدین که انجام بدین، اگه نمیتونین هم انجام بدین بالاخره رها بکنین، حکومت رها بکنین، بسپارین دست اون کسایی که واقعا توانش دارن و میتونن انجام بدن، چون این کشور واقعا آدم وقتی میاد اروپا یا مثلا میری شرق آسیا جای مختلف که میری میبینی اصلا اون تمام اون سرمایه هایی که تو تمام دنیا وجود داره واقعا همش تو ایران هست، ولی متاسفانه به خاطر بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی مسئولین این قضیه باعث این شده که هر روز به روز به اصطلاح داره بدتر میشه و یه تجربه به اصطلاح خصوصی هم که ما خودمون داشتیم، من داییم یه باقی داشت که آفت زده بود، رفتن یه سم گرفتن و بهشون گفتن که این سم خوبه، سم آوردن زدن کل باغ رو نابودش کردن متاسفانه. این هم یه نمونه است از همون به اصطلاح سمای چینی که آقای یزدانپناه فرمودن. دقیقا ما سمم تهیه نمی کنیم، اگر هم تهیه بکنیم وابسته این به کشورهای دیگه مثل چین که همه چیش قلابیه، مخصوصا بر ما ایرانی ها. آقای یزدان فرق بفرمایید، ما در اختیار شماست. ممنونم از این که مرسی مجدد خسته نباشیم دوستان. ببینید یه چیز دیگه که خیلی مهمه من فراموش کردم بگم، اینی که ما جانوری داریم به نام سنجاب. سنجاب کشاورز اصلی درختان بلوط ها میدن، یعنی به صورت طبیعی سنجاب هستن که عامل گسترش و کشت طبیعی درختان بلوط میشن. من اینو تجربه کردم، یعنی با چشم دیدم که میگم، همین توی آلمان من یه دوستی دارم جنگل داره، چون تو کار خراطی و کار گلدون این هستم، کار چوبی انجام میدم گاهی وقتی، من گفتم برو توی جنگل مر چوب دلت میخواد بمور برای خودت بیار. من یه درختی که افتاده بود شاید 20 سال بود افتاده بود، یه بار مثلا زاویه 60 درجه زمین بود ولی دیگه خوش شده بود، اینو ناخواسته قطعش کردم و چیز جالبی که دیدم از محل برش یه سنجاب، یه لونه سنجاب رو نصف کرده بودم که بعد توی اون چیز بوده 60-70 دانه بلوط بود که جوانه زده بود و این نشون میداد که این سنجاب چه تأثیری داشته توی گسترش بلوط توی اون جنگله. و متاسفانه این برمیگره به اون دیدگاهی که من از یک کشوری مثل خاورمیانه میام و اون رفیق آلمانی من اینو میدونست که این درخت رو نباید بندازه و من انداختم و لونه سنجاب رو نابود کردم و حالا چند تا درخت بلوط از بین بردم دیگه نمیدونم. من مایک رها میکنم الان از وقتی که من دادید. مرسی آقای ازدان، هم از تجربه که داشتین و با ما به اشتراک گذاشتین.
دوستان اگر کسی صحبتی نداره دعوت کنیم از آقای علیرضا جهانبی که سخنرانی خودشونو با موضوع طرح‌های عمرانی و محیط زیست آغاز کنن. آقای جهانبی صدای بندر دارین؟ اگر آماده هستین برای سخنرانی خودتون دستتون رو لطفا بالا بیارید. سلام. نباشید خدمت شما. شما صدای من رو دارید؟ خب بسیارم خوب. من سلام عرض میکنم خدمت تمامی حاضرین در جلسه و امیدوارم که تا اینجای جلسه هستن باشید. در رابطه با طرح‌های عمرانی و آن اثراتی که برای محیط زیست دارن، خب برای همه در هیچ کس پوشیده نیست که طرح‌های عمرانی به عنوان یکی از ارکان توسعه جوامع انسانی برشمرده میشه، ولی خب یه سری معضلات هم داره. این طرح‌های عمرانی حالا یا بر اثر بی‌احتیاطی یا دور زدن قوانین را ناپذیری برای زیست اکثرا به اقتصادی و نظارت و توجه بسیاری رو میطلبن، مخصوصا در زمینه اثراتی که برای مدیریت اجرای طرح‌های عمرانی مثل راهسازی، سدسازی، پالایشگاه، کارخانه سازی، شهرک سازی و پروژه های عمرانی بزرگ دیگر میتونه مقدمات زندگی مطلوب برای شهروندان یک شهر و حتی یک کشور فراهم کنه و به پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و توسعه‌ای دست ببره. در این پیشرفت نباید محیط زیست و طبیعت قربانی بشه، بلکه باید پروژه های انسانی و توسعه شهری همجهت و سازگار با محیط زیست گام بردارن. این یکی از مواردی هستش که آقای جهانبی صدای بندر داری؟ ما صدای شما رو خیلی بد داریم، ایراد از اینترنت باشه. میتونم بگم که متوجه حرفاتون اصلا نمیشیم. حالا دوباره تست کنیم. ببخشید که صداتون رو قطع کردم، چون فکر میکنم کسی متوجه نمیشد که چی میگی. الان صدای من رو داریم؟ بله. ما پشتیم که من از همون حالا از یه قسمتش ادامه میدم. اجرای طرح‌های عمرانی مثل راهسازی، سدسازی، پالایشگاه، کارخانه سازی، شهرک سازی و پروژه‌های عمرانی بزرگ دیگر میتونه مقدمات زندگی مطلوب برای شهروندان یک شهر و حتی کشور رو فراهم کنه و خب به پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی این قسمت‌ها دست ببره. اما در ازای این پیشرفت نباید محیط زیست و طبیعت قربانی بشه، بلکه این پروژه‌ها و توسعه شهری می‌باید که همسو با محیط زیست گام برداره. که یکی از مواردی هستش که در هدف 8 از سند 2030 یونسکو با عنوان جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست بهش اشاره شده. اما نادیده گرفتن موضوعات زیست محیطی در پروژه‌های عمرانی میتونه مخاطرات زیادی رو برای جوامع انسانی و گونه‌های گیاهی و جانوری به همراه داشته باشه و میباید با اجرای قوانین موجود در این زمینه از هر گونه آسیب به محیط زیست جلوگیری بشه. خب ایران هم یک تعداد قوانین پیشگیرانه در این زمینه داره، مثل قانون برنامه 4 توسعه یا آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ولی خب متأسفانه در اکثر مواقع بهشون نه توجه میشه و نه به مرحله اجرا و عمل میرسه. به طور مثال بر اساس آمار رسمی که ارائه شده،
سالانه بیش از 60 میلیون تن سیمان به همراه سایر فرآورده‌های ساختمانی جهت مصرف در ساخت ساختمان‌ها و به خصوص سازه‌های بتن آرم مصرف می‌شود که در این میان عمده‌ترین مصالح مصرفی در کشور ما مخصوصاً مناطقی که آب و هوای گرم و مرطوب دارن بتونه که در ساخت اون هم از آب و شن و ماسه و سیمان استفاده میشه و جهت بکارگیری مصالح مورد نیاز در ساخت بتون، محیط کارگاه و اطراف اون تحت تأثیر آلودگی صوتی، آلودگی خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا قرار میگیره که در کوتاه مدت و یا بلند مدت میتونه اثرات نامطلوبی بر کل محیط زیست داشته باشه. این موارد سوای ضایعات و نخالهایی هستش که ساخت و ساز و حتی تخریب سازه ها در مناطق مختلف از خودش به جا میذاره. حالا اگر که محل یک پروژه یا یک طرح عمرانی نزدیک به یک مکان حفاظت شده محیط زیستی باشه، خب این اثرات خیلی جبران ناپذیرتر خواهند و آلودگی و تخریب‌ها باعث میشه که گیاهان جانوران اون منطقه با خطر جدی مواجه بشن. یه نمونهش همین جاده سازی‌های غیر اصولی هستش که از وسط یا نزدیکی مناطق حفاظت شده انجام شده و خب جون خیلی از حیوانات رو با تصادفات جاده‌ای به خطر انداختن. یه نمونهش همون جاده عباس‌آباد هستش در منطقه حفاظت شده توران که خیلی از همون یوز پلنگ هایی که در منطقه هستن در سر تصادفات جاده‌ای تلف میشن. رعایت اصول ارزیابی زیست محیطی پروژه های عمرانی قبل از اجرای پروژه و در مطالعات اولیه و فاز یک هم پروژه صورت میگیره و به طور مثال عبور یک آزاد و عبور یک راهن از همون مکان موضوع قطع در منطقه به موضوع حفظ حریم راه و راهان طبق آیین‌نامه های موجود میشه که این خود باعث از بین رفتن اکوسیستم و منطقه و نیز جزیره‌ای شدن اون اکوسیستم میشه. یا ساختمان سازی و ویلا سازی هایی که در حاشیه دریاها و رودخانه ها و یا حتی در دل جنگل ها به صورت غیر قانونی در حال انجام هستش که اینا هم اثرات منفی زیادی برای محیط زیست به بار میارن. فرسایش، از بین بردن زهکشی خاک، آلودگی زمین، اختلالات زیست محیطی، تخریب پوشش گیاهی، از بین بردن توپوگرافی منطقه و آسیب به زیست بوم جانوران از اثرات و پیامدهایی هستش که پروژه های عمرانی میتونن برای محیط زیست به همراه داشته باشن. به همین منظور هم در آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیستی که طرح خدماتی و عمرانی عنوان شده که این قبیل پروژه ها میباید با هماهنگی در خیلی از حالا به نوعی دور میشه و از سازمان محیط زیست یا بعد از شروع پروژه خبردار میشه که یعنی پروژه در حال اجراست و حتی بعدها متوجه میشه که پروژه هست اون بلا رسیده پیش نه حالا دوشون خواسته اجراش کردن که یه نمونهش همون صد گوتمن هستش که آقای قزلباش به صورت کامل فکر کنم بهش اشاره کردن که یه فاجعه زیست محیطی بود حالا هم باعث شوری آب کارون شد و هم خیلی از میشه گفت مناطق حاصلخیز اون مزارعی که در کنار این صد بودش بهگیری این صد زیرا و یکی از میشه گفت بزرگترین شکستایی بود که در پروژه های عمرانی در ایران اتفاق افتاد. حالا با توجه به اینکه قبل از اینکه اصلا پروژه شروع بشه خیلی ها در رابطه با اون اخطار داده بود. تخریب جنگل های لرستان یکی دیگه از حالت هایی هستش که برای خطوط لوله و نفت و گاز توسط بعضی شرکت های خصوصی صورت گرفتش و یکی دیگر از نمونه‌هاش هم صنایع فولاد هستش که فکر می‌کنم خودتون باش آشنا هستین که نتایج ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع فولاد نشون میده که آلودگی های ناشی از فعالیت های صنایع فولاد در مراحل ساختمانی و بهره برداری، تخریب منابع طبیعی به ویژه تویی‌سازی منابع آب در اثر مصارف مختلف و یا تخلیه فسادها
در محیط‌های آبی عمده‌ترین پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد به شمار می‌آید. آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی در صنایع آهن و فولاد می‌تواند به دلیل تخلیه مواد سمی مثل فلزات سنگین، مواد حل شده مانند نفت، آلودگی حرارتی و اثر خنک کردن در بخش‌های مختلف فرایند و دفع فاضلاب واحدهای مختلف تونسته باشه. که فاضلاب صنعتی این واحدها نظیر کوکسازی و ریختگری در بسیاری موارد از ترکیبات خطرناک تشکیل شده. همچنین مصارف آب در صنعت تولید فولاد فوق‌العاده سرسام‌آوره و تداوم تولید در یک واحد تولید فولاد به اجرای طرح‌های تأمین منابع آب با کمیت و کیفیت مناسب بستگی دارد. صنایع فولاد علاوه بر آلودگی صوتی و آلاینده‌های هوا در دو شکل ذرات جامد و گاز از مصرف کنندگان کلان انرژی هم به شما می‌دهند. که در همین راستا پژوهشگران خاطر نشان شدند که برای اطمینان یافتن از رعایت سیاست‌ها و اهداف تعیین شده در برنامه‌ها و فعالیت‌های یک طرح یا پروژه کارخانه فولاد در راستای ضوابط معیار در راستای ضوابط معیارها قوانین و مقررات زیست محیطی دولتی با رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط زیست الزامی باشه. که خب این مورد هم با توجه به اخباری که شنیده میشه به جرات گفت که اصلا رعایت نمیشه، چون خیلی از این صنایع یا دولتی هستن و یا وابسته به اشخاصی هستن که هیچ کس زورشون بهشون نمیرسه، برای همین این صنایع دارن فعالیت‌های خودشون رو انجام میدن و خب بیش از پیش دارن به تخریب محیط زیست خودشون ادامه میدن. ابزارهای زیست محیطی زیادی در زمینه رعایت حقوق محیط زیست به هنگام اجرای یک پروژه عمرانی تعریف شده که برخی از اونها مثل ارزیابی اثرات زیست محیطی به شکل قانون در اومده و باید در هر طرح اقتصادی مطالعات لازم آن انجام بشه. این مطالعات با بررسی فعالیت‌های پروژه‌ها نسبت به شناسایی و تجزیه و تحلیل اثرات آنها اقدام نموده و سپس راهکارهای جهت کاهش اثرات منفی آن ارائه. برای اولین بار فرایند تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی در سال 1969 با وضع قانون سیاست زیست محیطی ملی در آمریکا جنبه رسمی گرفت. که بعد از اون هم در کنفرانس استکهلم در سال 1000 موظف به مراد هستن که حالا هم قوانین مقررات مشابه رو جمهوری فدرال آلمان در سال 1971، سوئد در 1972، انگلستان و کانادا در سال 1973 و دانمارک در سال 1974 و فرانسه در سال 1976 که ضرورت ارزیابی زیست محیطی رو به عنوان یک اصل پذیرفتند. و در سال 1986 هم این قانون ارزیابی زیست محیطی به تصویب جامعه اقتصادی اروپا رسید و در نهایت هم در کنفرانس محیط زیست و توسعه که از 3 تا 14 ژوئن 1992 توسط سازمان ملل متحد در ریو دو جانیرو برزیل تشکیل شد، یکی از موارد مورد بحث و گفتگو همین ارزیابی اثرات زیست محیطی بود که در اصل 17 بیانیه پایانی این اجلاس بر ضرورت انجامش تاکید شد. خب علی‌رغم اینکه در اصل 50 قانون اساسی به صورت واضح بیان شده که وظیفه همگان هستش که محیط زیست رو ازش حفاظت کنن و خب از نسلی به نسل دیگه منتقل کنن، ولی خب همین مطالعات با وقفه حدود 25 ساله و طی یک صورت جلسه در سال 1373 الزامی شد و سال 1386 انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای 32 گروه از طرح‌های عمرانی و پروژه در سطح کشور ضروری شد. خب در حالی که کشورهای پیشرفته مطالعات بالایی در خصوص اثرات زیست محیطی پروژه‌ها انجام میدن و حتی کشوری مثل فرانسه در زمینه انجام مطالعات و ارزیابی اثرات پروژه‌های عمرانی
بسیار پرتلاش و موفق هستید، ولی خب متاسفانه در ایران برای پروژه های کلان مطالعات زیست محیطی مناسب و استانداردی انجام نمیشه و خب خیلی شواهد بسیار زیادی رو ما میتونیم در ایران ببینیم. یه پروژه هست مثلا مثل پروژه بهشت آباد که حالا کارفرما موظف شد که تعهدات 26 گانه زیست محیطی رو انجام بده، ولی خب یک بندش رو هم اجرا نکرد. حالا این پروژه بهشت آباد یه طرحی بودش برای انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان اصفهان، یزد و کرمان که طبق این طرح سالانه حدود 1,100,000,000 متر مکعب آب به فلات مرکزی ایران انتقال پیدا میکرد. حالا این در حالی بود که خود استان چهارمحال و بختیاری با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه هستش و خب این انتقال خیلی حاشیه‌های بسیاری رو به همراه داشت. یا میتونیم به ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه شهر چایی ارومیه، تغییر کاربری غیرمجاز 2000 هکتار اراضی کشاورزی در اردبیل، 15 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در قزوین و حتی ساختمان سازی دستگاه های دولتی در حاشیه رود چارموز اشاره کنیم. در راستای حفاظت از محیط زیست البته ابزارهای دیگری هم وجود داره، معیارها و مطالعات دیگری هم وجود داره که حالا الزام قانونی ندارن ولی خب میتونن مورد توجه قرار بگیرن، مثل ارزیابی چرخه حیات، ارزیابی ریسک‌های زیست محیطی، برنامه‌های مدیریت محیط زیست مثل سیستم‌های مدیریت زیست محیطی و استانداردهای ایزو، اینا میتونن کمک حال باشن و راهنما برای انتخاب مواد مصرفی و فرآیندهایی که اثرات زیست محیطی در پروژه‌های عمرانی دارن و حالا اینکه این پروژه‌ها و حالا تخریبی که دارن رو به حداقل برسونن. متشکر از اینکه شنوا بودین. من سخنرانی در همینجا به پایان رسید و سپاس از شما. ما در اختیار شما هستیم. خیلی ممنون آقای جهانی. من مشکل صدا داشتم، عذر میخوام. اصلا نباشین، استفاده کردین. با این اوضاع میتونیم بگیم که در واقع مسئولین توی ایران کار عمرانی انجام نمیدن، کار نابودی بیشتر دارن انجام میدن و کارهای عمرانی و محیط زیستشون بیشتر برای کشورهای دیگه مثل لبنان و سوریه و عراق تا بوده. همین بوده متاسفانه. دوستان اگر در مورد سخنرانی و مبحثی که آقای جهانبین داشتن کسی صحبتی داره، کمال میل گوش میدیم. اگر که کسی صحبت یا نظری نداره، بله آقای یزدان خانم، مایک در اختیار شما هستش، صحبت شما میشه. بفهم بسید این خدمت همکاران. ببینید یه چیزی، نکته خیلی مهمی که وجود داره اینی که تا سالها، تا شاید تا 10 سال پیش اصلا هیچ مجوزی از اداره محیط زیست برای تأسیس یک کارخونه یا یک واحد صنعتی صادر نمیشد. الان چند سالیه که این قضیه جدی گرفته شده و داره بهش رسیدگی میشه و مجوز سازمان محیط زیست هم به عنوان یکی از مجوزهایی که باید مورد اهمیت قرار داده بشه. به عنوان مثال میتونیم توی منطقه پارس جنوبی یا پارس شمالی اشاره کنیم که از منطقه اسدی و نخل تقیم مدام، یعنی شما ببینید پالایشگاه چسبیده به شهر، یعنی فازار فازای گاز چسبیده به مناطق مسکونی مثل نخل تقیم یا حتی خود از شهر اسدیه. این یعنی فاجعه، یعنی استانداردهای بین المللی، حتی استانداردهای پالایشگاه خودشون هم رعایت نکردن که میگه 15 کیلومتر یا اگه اشتباه نکنم یا 30 کیلومتر باید فاصله بین نزدیکترین شهر یا آبادی تا پالایشگاه پتروشیمی باشه. متاسفانه این یه مسئله که خیلی دیر بهش توجه شده و متاسفانه تاثیر بعدش هم میتونه تا سالیان سال روی مردم اون منطقه یا محیط زیست یا حتی حیوانات داشته باشه و مشکل یه روز دو روزه حل نمیشه، زمان بره. ممنون از وقتی که من دادید. ممنون از شما، استفاده کردیم از صحبتاتون. دوستان اگر کسی نظر دیگه نداره، میرسیم به بخش انتهایی، بحث آزادمون در مورد سهم ایران از دریای خزر. که خب اعداد و رقم های مختلفی تو دولت های مختلف هم شنیدیم و دیدیم، شاید روی کاغذ چیز دیگه بود ولی در واقعیت چیز دیگه، روی زبون ها چیز دیگه بود ولی در واقعیت چیز دیگه. خب اون چیزی که همیشه شنیدیم
یا بیشتر شنیده شده این بوده که ایران 50% از سهم دریای خزر داره. خب این اصلا یه جوکی بیش نیستش، به خاطر اینکه حتی ایران مرز دریاییش با دریای خزر 50% نیست. کشورهای دیگه مثل آذربایجان، قرقیزستان، روسیه سهم زیادی دارن. خب اینجا میایم نگاه میکنیم ببینیم که تو دولت‌های مختلف چی گفته شده و چی کار کردن. از اونجایی که تو دولت آقای خاتمی، من اصلا به هیچ حزبی کار ندارم، با هیچ شخصی کار ندارم، با جمهوری اسلامی کار ندارم، با ضد جمهوری اسلامی هم کار ندارم، فقط یه کمی اومدم خودم نگاه کردم ببینم که با چه منطقی سازگاره. خب تو دولت آقای خاتمی اومدن اعلام کردن که 50% و بعد یه نشستی گذاشتن. توی اون نشست وقتی که آقای خاتمی تو اون نشست توی قرقیزستان شرکت کرد، دیدن که روی بیلبورد ها زده شده 11.3%. خب آقای خاتمی اصلا تو اون نشست شرکت نکرد و وزیر امور خارجه رو به نمایندگی خودش معرفی کرد، در صورتی که اون نشست در حد نخست وزیر و رئیس جمهورای کشورها بودش. تو اون نشست اعلام شدش که هر کشوری 20% سهم میبره. به آرامش رسوندن طبق مذاکراتی که با هم داشتن. دولت عوض شد. تو دولت آقای احمدی نژاد اعلام کردن که دوباره این عدد 11.3 اعلام شد و بعد آقای احمدی نژاد طبق روال همیشه اومد و این قضیه رو جمع کرد و گفتش که اشتباه لفظی بوده، ما 20% سهم داریم. دولت عوض شد و دولت آقای روحانی اومد روی کار، که خب دولت ناکارآمد حکومت جمهوری اسلامی بود واقعا، و توی این دولت صریحا اعلام شد که 11.3% هستش و با این قضیه موافقت کردن آقای روحانی. حالا الان سوال اینجاست که واقعا سهم ایران چقدره؟ اصلا از اون سهمی که داریم استفاده میکنیم یا نه؟ و اون سهمی که داریم چه اختیاراتی از اون سهم داریم؟ چه اجازه هایی روی کاغذ و در عمل به ایران داده شده؟ آقای عزام‌پناه، مارک در اختیار شما هستش، صدای شما رو میشنویم. اصلا نباشید میگم خدمتون. ببینید اصلا مهم نیست چند درصد از سهم متعلق به ایرانه، خب چون ما دولتی داریم توی ایران که اصلا حافظ منافع مردم ایران نیست. حالا میخواد 50% باشه، میخواد 11.5% باشه. همونطور که همه ما میدونیم، من یه مثال خیلی واضح میزنم، بیشترین منابع گاز الان توی قسمتی است که متعلق به ایرانه، یعنی همون 11.5% است. خب اما قراردادی که بسته شده، یه قرارداد چند ده ساله بسته شده با روسیه، 49% از این منابع رو میفروشن مستقیم به عنوان حق و زحمه میرن به چین و روسیه. 51% اگه اشتا 51% سهم ایرانه. حالا این ایرانی که من میگم کدوم ایران؟ خب سپاه پاسداران هست که با باندهای خودش حاله داره، با مثل اختاپوس داره اونجا رو مدیریت میکنه و میخواد تمام اون نفت و گاز به نفع خودش بفروشه و هیچیش توی صندوق دولت وارد نمیشه، هیچ پولی. پس وقتی ما میگیم سهم، باید ببینید اول از چه دیدگاهی. شما فرمودید من فارغ از هر حس و هر جنایی هستم. خب نمیشه اینجوری گفت. اون وقت شما خودتون حافظ سهم ملت ایران بدونید. من نمیدونم منظورتون چی بود واقعا، خب ولی اول موضع باید مشخص باشه. خب بعد من بگم سهم ایران یا جان؟ من عنوان ایرانی و از ایران هستم. پس هیچ سهمی ندارم، خیالتون رو راحت کنم. تمام. من خواستم فقط همینو بگم. من مایک رو راه میکنم، دوست دارم دوستانم نظرشون بگم، بعد بیشتر مشارکت کنم. ممنون از وقتی که ممنون آقای عزام پناه. دقیقا همینطوره، عدد و رقم اصلا مهم نیست، مهم اینه که ما هیچ سهمی نداریم. ما به عنوان ایرانی از ایران هیچ سهمی نداریم، چه برسه به دریای خزر که اون همه کشور الان روش وایستادن و منتظرن که یکی پا پس بکشه تا یکی به یه نفعی برسه. آقای جعفری بفرمایید، ما در اختیار شماست. با سلام مجدد. حالا این بحث خب یه بحث طویل و عریضی هست. خب نمیدونم، منطقی هم اگه آدم بخواد نگاه بکنه میبینه که تقریبا حدود 6500 کیلومتر ساحل وجود داره که از این 6500 کیلومتر
5843 تاش متعلق به اون 4 تا کشوریه که قبلا جز شوروی بودن، یعنی قزاقستان و روسیه و ترکمنستان و آذربایجان. که اگه اشتباه نکنم قزاقستان 1900 کیلومتر مرز داره، روسیه 1355 کیلومتر، ترکمنستان 1768، آذربایجان 1720 و ایران سهم 657 کیلومتر از این به اصطلاح ساحل چیز دریای خزر داره. و به نظرم خیلی هم خب بخوای حسابم بکنی منطقی هم نیست که بخواد مثلا سهم ایران 50% باشه و سهم اون کشورها که تقریبا مرز آبیشون 9 برابر ایران هست بخوان به اصطلاح مساوی باشن. حالا دو تا معاهده هم به اصطلاح تو این قضیه بودش که معاهده 1921 بود و 1940 بود، که اون 1921 هم فقط به خاطر اینکه تو بحث معاهده ترکمنچای حق کشتیرانی ایران ممنوع شده بود تو اون قضیه، خب سهم به اصطلاح کشتیرانی رو به ایران برگردوندن و اون معاهده 1940 هم که بهره‌برداری از شیلات و عوارض بندری و نحوه حمل نقل بار و مسافر اینا بود تو بحث چیز. و نمیدونم حالا از دید من به نظرم خیلی شاید جور در نیاد این قضیه با این به اصطلاح سهمی که ما داریم، یعنی شاید بیشتر از اینم واقعا سهممون نشد. ممنونم از اینکه مایک در اختیار من قرار دادیم. و همون جوری که آقای یزدان‌پناه هم گفتن اگه 100%ش هم باز به ما بدن، باز خب چون عملا مردم ازش بهره ای نمیبرن، استفاده ای نمیبرن، انگار که اصلا هیچ سهمی نداریم ما. چه فرقی داره 100% باشه یا 10% باشه یا 5% باشه. ممنونم. ممنون از شما آقای جعفری. بله متاسفانه همطور که فرمودین. آقای قزلباش بفرمایید، ما در اختیار شما هستش. بله ممنون مجدد خدمت دوستان. من خیلی کوتاه هستم یه نکته اشاره بکنم. ما فارغ از اینکه حالا اصلا 90% مال ما یا 10% یا 5% اون قسمتی که حالا ساحل داریم که اون سر جاش برای استفاده حالا به عنوان مسائل تفریحی استفاده میکنن، ولی نکته مهمی که باید توجه بهش بکنیم اینه که ما این سهم بندی که داریم انجام میدیم و میگیم سهم ما چقدر باشه و چقدر هست، این که از اون منابع نهفته داخل اون دریا ما میخوایم چه استفاده هایی ببریم. و آقای یزدان‌پناه قشنگ اشاره کردن که اون منابع نفت و گازی که الان توی اونجا نهفته هست، که حالا از قضا تو همین 11% سهم ما هم هست، اشکال نداره. اون چجوری قرار استفاده بشه، از ماهیان خاویاری اون دریا چجوری قرار استفاده بشه، حق بهره برداری و صیدی که اونجا قرار انجام بشه، اینها در واقع به نظر من باز اهمیت تر از اون اعداد و ارقام هست. به نظر من یک عوام‌فریبی داره انجام میشه، یعنی با این اعداد و ارقام در واقع عنوان میشه، ولی خب پشت پرده مسائلی در واقع داره رد و بدل میشه، مثل همین موضوعی که آقای یزدان‌پناه بهش اشاره کردن که حق برداشت از گاز. و همین الان یکی از میادین بزرگ نفت و گازی که جزء و هر درصدی که حساب بکنن با اصلا با همون 11.3% که دارن حساب میکنن توی خاک ایران هست، چه داره بهره برداشت میکنن. این موضوع رو فقط میخواستم در واقع توجه کنم بهش. ممنون از وقتی که من دیدم. بله دقیقاً 10% از اون گازی که از اون 35% گازی که آذربایجان داره الان به اروپا میده، خب 10% از اون منطقه اصلا برای ایرانه و اینکه سهم ایرانه، ولی حالا اینکه اون سهم کجا میره بین کی تقسیم میشه الله اعلم. آقای عباسی بفرمایید، ما در اختیار شماست. بله درود میفرستم خدمت همکاران عزیز. در مورد چیزی که آقای جعفری گفتن یه مقداری خیلی ناجور گفتن حقیقتن، چون همونطور که آقای ظریف اومدن گفتن این چیزی که 50% میگن برای ایران باید یه کله قندی درست کنیم. مطمئنن اگر یه دولت صالح خوب و قدرتمند
به لحاظ پتانسیل های ایران که میتونه اگر این حکومت نبود این قدرت رو داشت که بتونه 50% رو از این دریای کاسپیان بگیره. منتها قطعا اگر این کار میشد یه رژیمای حقوقی هست در مورد دریاها و در دریاچه ها که میشه این 50% رو سازوکارش رو انجام داد. قطعا این اتفاق امیدوارم بیفته. دولت روحانی چیزی که دولت روحانی درسته هر چیزی داشت ولی این رژیم حقوقی دریای کاسپیان رو تایید به صورت دولت کرد، یعنی دولت وقتی تایید کنه هیچ اعتباری نداره چون مجلس باید اونو تایید کنه و در دوره روحانی این اتفاق نیفتاد. این اتفاق داره در دولت رئیسی میفته اینجوری که ما داریم میبینیم. ولی خب از تمام بحثای دوستان فقط یه چیز مشترک هست که اون هم نبودن عقلانیت در پیکره دولت، حکومت و این نظامه که قطعا اگر که یه افرادی مثل ما یا مردم داخل اقدامی نکنن این قطعا ایران یه وضعیت بدی پیدا میکنه. خیلی آینده خوشی اصلا قابل تصور نیست برای ایران. ممنونم از که گوش کرد. ممنون از شما آقای عباسی، استفاده کردیم از نظرتون. آقای ازدان‌پناه دستتون بالا هست، بفرمایید. مایک در اختیار شماست. ببینید فارغ از بحث منابعی که اونجا هست، خب یه بحث دیگه داریم ما توی هر دریاچه یا هر چیزی که وجود داره یه حقابه داره. خب یعنی اون دریاچه برای بقایش یه نیاز به میزان آبی داره که وارد اون دریاچه بشه. متاسفانه بازم میگم من توی طول جلسه هم گفتم به خاطر اینکه سیاست مماشات سایه افکنده بر سیاست‌های زیست محیطی کشور ما و مماشات با کشور روسیه الان توی اولویت و توی دستور کار رئیس جمهور و یا اون رژیم حاکم بر ایران هست، حقابه این دریای خزر هم تامین نمیشه و بیشترین ورودی آب دریای خزر از کشور روسیه از رودخانه ولکا هست و متاسفانه این حقابه هم داره پایمال میشه و هیچ دادخواهی برای این انجام نمیشه و هیچ کس صداش در نمیاد. چرا؟ چون توی دستور کار رژیمی که سکوت کنید و سکوت و باز هم سکوت. من مایک رها میکنم و از فرصت میدم بقیه دوستان که اعمال نظر. ممنون آقای یزدان‌پناه. آقای عباسی بفرمایید، مایک در اختیار شما هست. بله ممنون. جناب یزدان‌پناه درست میفرمایید، این چیزی که مطلبی که فرمودید این کاملا درسته، منتها برای این مسئله باید قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان نگران باشن چون به لحاظ طبیعی شیب این سطح زیر و عمیق دریای کاسپیان به طرف ایرانه، یعنی اگر قرار باشه خشک بشه از بالا خشک میشه، یعنی خیلی برای اون کشورها بده، اونا باید بیشتر صداشون در بیاد. ولی خب به لحاظ اینکه روسیه تسلط زیادی بر هم چهار کشور دیگه داره این اتفاق نمیفته متاسفانه. ممنون. مرسی آقای عباسی. آقای ازدان‌پناه دستتون بالا هستش اگر که صحبتی داری میشنم. درستی فرداقای عباسی، ولی الان چیزی که مهمه برای ما از بین رفتن خلیج گرگانه. خلیج گرگان که از بین بره اون موقع طوفان‌های نمکی سمت ایران شروع میشه، یعنی همین الانش هم حدود 400 متر عقب نشست آب ما داره توی خلیج گرگان به خاطر این مسئله تامین نشدن حقابه. نمونهش میتونید توی دریاچه هامون ببینید که سد نمیدونم چه چیزی ساخته شده، نمیدونم چه چیزی خان توی افغانستان ساخته شده و الان باعث شده که این دریاچه تقریبا نابود شده، یعنی باعث طوفان‌های نمکی و گرد و غبار و این مسائل شده. و اینکه بگیم آره این چون اونا وایسیم تو اونا این کارو بکنن، خب مطمئنه اونا همه روسبان هستن، هوای همو دارن تو حدودی و ما نباید بگیم چون فلانی صداش در نمیاد پس من سکوت کنم. این سیاستیه که بیشتر مردم ایران توی 40 سال گذشته در پیش گرفتن و میگن
وای میسن تا همسایهشون صداش در بیاد، یعنی خودشون سکوت کردن تا وقتی که نوبت خودشون بشه. خب این فایده نداره، این طرز فکر رو من قبول ندارم. یعنی این که بگیم آره چون اونا سکوت کردن ما سکوت کنیم، این اشتباهه. شاید اونا نخوان حقشون رو بگیرن. من مایک رو راه میکنم. ما هم سکوت نمیکنیم آقای یزدان پناه، ما هم اطلاع رسانیمون رو انجام میدیم. امید به روزی که واقعا این صداها به یه جایی برسه و بتونیم یه حرکتی بکنیم و یه تکونی بدیم به این مملکت. بفرمایید آقای عباسی. بله درست میفرمایید. نه منظورم این نبود که ما سکوت کنیم تا این اتفاق بیفته. منظور این که علاوه بر این که خودمون حالا واکنش هامون رو نشون میدیم، خب ما توی کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان واقعا یه جوری یه فرهنگ ایرانی داریم و توی این کشورها حتی روشنفکرانی داریم که متمایل به ایرانن و ازشون استفاده نمیشه. یعنی اینکه این ارتباط شاید توی ایران ارتباط بین روشنفکران حالا یا کسانی که با مسائل علمی در ارتباطن کم باشه، ولی یه مقداری توی ترکمنستان، توی قزاقستان این ارتباط بیشتره و اگه ما بتونیم روی اونا اثر بذاریم، حالا اینجا همو نمیگم، کلی میگم، بتونیم رو اونا اثر بذاریم، میتونن رو جامعه خودشون اثر بذارن، در نتیجه یک موجی ضد روسیه درست میشه که اقدامات لازم رو انجام بدن. ممنونم. خیلی ممنون آقای عباسی، از صحبت شما هم استفاده کردیم. آقای دادگاه، آقای دادخواه، عذر میخوام، دستتون بالا هست، ما در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام مجدد دارم خدمت شما دوستان عزیز. عرض به خدمت من با دوست عزیزمون آقای یزدانپناه موافقم کلا که این مشکل باید از طریق خودمون حل بشه و اینکه آقای عباسی فرمودن که کشورهای همسایه ما بتونیم از پتانسیل اونها استفاده کنیم، واقعاً بنده مخالف این قضیه هستم. همچنین کشورهای همسایه بالاخره اونا از صحبت کشور خودشون دارن و اگر میبینی بعضی هاشون فارسی صحبت میکنن، دلیل بر این نمیشه که اونا بگذرن از نفع کشور خودشون و این چیزیه که واقعا به گردن خودمونه و ما باید خودمون اطلاع رسانی کنیم و در این زمینه اگه اقدامی باشه باید ما خودمون اقدام انجام بدیم. متشکرم. قرار ما این باشه که به عنوان مدافع حقوق محیط زیست این صدا رو به گوش همه ایران برسونیم، شاید بتونیم یه کاری بکنیم. امیدوارم. مرسی. خانم جهانبین، سلام مجدد، ما در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی ممنونم. عرضم به حضورتون در مورد مسئله دریای خزر و اینکه کلاً ایران چه سهمی داره از این دریا، خب دوستان صحبت‌های مختلفی کردن، اما یه چند تا نکته هستش که حالا دوست دارم که اشاره کنم بهش. یکی این که کلاً ما تاریخ 21 مرداد رو به عنوان روز ملی دریای خزر میشناسیم. روز ملی هستش، یعنی توسط خود کشور ایران نامگذاری شده و روز جهانی چیزی نیستش، روز ملی هستش. و ولی خب متاسفانه حالا اگر که نگاه کنید اصلا به اون صورت این مسئله مطرح نمیشه، بیان نمیشه و بهش توجه نمیشه. یه مورد دیگه این که خب البته دوستان توی صحبتاشون گفتن مسئله این هستش که این دریا از نظر تنوع در واقع جانوری و آبزی بسیار غنی هستش و متاسفانه ما شاهد هستیم به خاطر اینکه حالا به دلایل مختلف در واقع تبخیر بالای آب، کاهش بارندگی و خیلی مسائل دیگه، متاسفانه خیلی از جاندارا دارن جون خودشون رو از دست میدن، بسیاری از آبزیان دارن جون خودشون رو از دست میدن و توی در واقع همین چند ماه اخیر ما بارها اخباری خوندیم مبنی بر این که فوک‌های خزری در حال در واقع مرگ هستن متاسفانه، که این همه دلیل اصلیش هم همین قضیه در واقع آلودگی آب خزر مطرح شده و
یه تحقیقی هم سال 2020 من یادم انجام شده بود توسط دو کشور هلند و یه کشور دیگه الان دقیقا حضور ذهن ندارم که اعلام کرده بودن که در قرن جاری متاسفانه عمق آب دریای خزر حدوداً حالا حد اکثر تا 18 متر کاهش پیدا میکنه به خاطر اون عوامل مختلفی که وجود داره. و یه خبر دیگه هم که هستش که هممون شنیدیم، خب ما میدونیم دریای خزر منبع به هر حال گاز و نفت هستش، منتها خبری هستش مبنی بر این که ایران اجازه برداشت از گاز دریای خزر رو نداره به خاطر اینکه قراردادی بسته با روسیه و الان روسیه در واقع اولین کشوری هستش که میتونه در واقع برداشت کننده و تولید کننده و صادر کننده گاز باشه. ایران رده دوم هستش و اگر ایران از دریای خزر این گاز رو بخواد تامین کنه با اختلاف 1% یه پله میاد بالاتر، یعنی رتبه اول میشه، روسیه میره دوم و به خاطر همین کشور روسیه این اجازه رو بر اساس قراردادی که با ایران بسته نمیده که این اتفاق بخواد بیفته و از دریای خزر گاز و نفت بخواد برداشته بشه، که البته این صحبت توسط مسئولین ایران تایید نشد و حتی تکذیبش کردن و گفتن که نه، ما اصلا همچین قراردادی نداریم و به هر حال دست خودمون هست که اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم یا انجام ندیم. این هم یه مسئله بود که دوست داشتم به صحبت دوستان اضافه کنم. مرسی، مایک در اختیارتون. مرسی خانم جهانی، اطلاعات مفیدی رو برمون دادیم. آقای جعفری بفرمایید، مایک در اختیار شماست. با سلام و مجدد. حالا به نظر من دولت جمهوری اسلامی که کلن سیاستاش بر دو تا اصل پایه‌گذاری هست، یکیش بحث حفظ نظامشون هست که حالا به هر قیمتی که شده، یکی هم بحث نابودی اسرائیله، یعنی خیلی به اصطلاح به موارد دیگه پرداخته نمیشه. و خب بحث به اصطلاح دریای خزر هم قاعدتا مثل همه بحث های دیگه، مثل همه به اصطلاح موارد دیگه، قاعدش اینه که اون افرادی که متخصص هستن تو این زمینه بشینن و یه به اصطلاح راهکاری برای این قضیه پیدا بکنن و یه برنامه دراز مدت در نظر داشته باشن، نه این که مثلا یه چیزی برای یک سال یا دو سال یا ده سال یا اینا به اصطلاح باشه. الان هم به این بحث قضیه کوریدور به اصطلاح جنوب به شمالی که دارن از طریق راهن زاهدان و به سمت به اصطلاح کشورهای آسیای میانه و از اون برم از طریق دریای خزر میگذره، این قطعا در آینده باز یه سری مشکلات و دردسرای ایجاد خواهد کرد تو این حوزه دریای خزر که اگر الان بهش نپردازن بعدن خیلی دیره. ممنونم از اینکه مایی که در اختیار من قرار. ممنون از شما آقای جعفری. آقای یزدان فنا دستتون بالا است، بفهمید. مایک در اختیار شماست. اصلا باشید میگم مجدد. خانم جهان به کاملا صحبتاتون رو تایید میکنم، فقط یه نکته رو من بهش اضافه کنم. روسیه اگه بخواد گاز ایران رو، اگه بخواد تحریم‌های روسیه برداشت گاز از منابع خلیج دریای خزر رو تحت تاثیر خودش قرار بده، روسیه باید به ایران خسارت بده، خب، و ایران میتونه برداشت کنه. حتی اگه ایران با روسیه قرارداد هم داشته باشه، طبق قانون ایشون چون موظف بوده، این کانستراکشنش به عهده ایشون بوده، ساخت برای ساخت پالایشگاه هر چیزی که لازم بوده به عهده ایشون بوده، و الان چون نمیتونه تعهداتش بده، بر سر مرور زمان باید یه تعهد خسارت سنگین به دولت ایران بده. و این همون چیزیه که دولت روسیه دوست نداره برجام به سرانجام برسه، چون میدونه اونجا خیلی بدهکار ایران میشه در واقع. ولی با تمام صحبتاتون کاملا موافق بودم. ممنون از وقتی که من دارم. ممنون آقای جهان. آقای یزدان پناه، از صحبتتون استفاده کردیم. دوستان کسی هست که نظری داشته باشه؟ کسی سوالی نظری نداره؟ اگر که کسی صحبتی نداره، جمع‌بندی امروز بحث آزادمون بازم اینه که ما سهمی از هیچ قطعه ای از ایران نداریم متاسفانه. میتونیم در مورد صحبت کنیم، میتونیم اطلاع رسانی کنیم، میتونیم دعا کنیم. بحث جدیدمون اینه که دعا کنیم، شاید که به یه نتیجه برسیم. خانم جهانبین، مایک در اختیار شما است، بفرمایید.
خیلی ممنونم. خب در مورد این قضیه‌ای که چون من دیدم شما دوبار مطرح کردید که ما سهمی از ایران نداریم، یه مقداری به اون غرور ایرانیم، غیرت ایرانیم برخورد و شاید واقعا این حسی باشه که الان خیلی همون داشته باشیم، اما مجبور نیستیم اینو بپذیریم و وقتی که بپذیریم خب به هر حال اون تلاشه براش کمتر میشه و همونطور که شما هم گفتین بهتره که براش جنگیده بشه، بجنگیم، تلاش کنیم، آگاهی رسانی کنیم، صحبت کنیم. اگر حتی کسی هم میگه شما سهمی ندارید، ما خودمون میدونیم که سهمی داریم، به هر حال بچه اون سرزمین هستیم و اگر حتی به زورم بخوان از ما بگیرن ما خودمون نباید بپذیریم که اینا واقعا شعار نیست. واقعا الان خانم تنها این صحبتایی که کرد واقعا این حس رو به من داد. من اینا رو با درد دارم میگم. من اگه میگم حس هیچ سهمی از ایران نداریم، این بر من درد داره که دارم میگم. دقیقاً. اون درد رو به منم منتقل کردین. برای همین واقعا الان به عنوان فعال در واقع حقوق محیط زیست، به هر حال خب الان ما صحبت کردیم اکثر گله از دولته که کاملا هم به جا هستش، به هر حال کوتاهی هایی که کردن برای همه ما مشهوده، اما خودمونم به عنوان شهروند خیلی وقتا کوتاهی کردیم. حداقلش کوچکترین کارش همینه که وقتی که میریم شمال زباله میندازیم. این دیگه بله یه چیز خیلی ساده و ابتداییشه که ما واقعا میبینیم خیلی از دوستداران محیط زیست، کسانی که به هیچ جای وصل نیستن، عضو هیچ در واقع نهاد و ارگانی نیستن، کاملا خودجوش بعضی از روزا میرن آشغال جمع میکنن از خود حاشیه دریای خزر. به هر حال اینا کارهای مفیدی هستش که میشه به عنوان یک شهروند عادی انجام داد، وگرنه در شکایت و گله که همیشه باز و همیشه میتونیم گله کنیم، ولی شاید بد نباشه یه وقتایی به هر حال یه راهکاری نشون بدیم، یه صحبتی بکنیم. الان مثلا همین روز 21 مرداد که روز ملی دریای خزر هستش، من میدونم خیلی از فعالان حقوق محیط زیست واقعا توی همین روز در واقع پاکسازی میکنن حاشیه دریای خزر رو و خیلی کارهای مفید دیگه انجام میدن. به هر حال تحت تاثیر صحبت خانم تنهایی دوست داشتم این مطلبم اضافه کنم. مرسی، میکروفون در اختیارتون. پس فکر کنم بعدم نشد که من این حرف رو زدم. خانم جهانی شما نکته ها رو اومدین و دوباره گفتین. دقیقا همینه. اگر که ما از خودمون باید شروع کنیم، حالا اینکه ما شاکیم از مسئولین جای خود داره، ولی اگه واقعا یقه خودمون هم بگیریم میبینیم که تو محیط زیست ایران خودمون خیلی کم لطفی کردیم. ما هیچ عشقی هیچ وقت به طبیعت ندادیم و یاد نگرفتیم که از طبیعت چطوری محافظت کنیم. متاسفانه این قضیه داره همچنان ادامه پیدا میکنه، همچنان هم هیچ آموزشی نیستش. شاید صدای ما بتونه یه صدایی باشه که بتونه به یه نتیجه یه جایی برسه. خانم آقا بیگی بفرمایید، ما در اختیار شماست. سپاس، ممنونم از همگی. صحبت های همه رو شنیدم. حالا این موضوع بحث 50% و بعد شد 20% و بعد شد 11%، حالا منظور بیشتر ساحل نیست، در واقع منابع و ذخایر درون بستری هست. متاسفانه این قضیه که ایران داره چپاول میشه، حالا خلیج فارس هدیه داده میشه به چین و دریای خزر به روسیه. این کامنت رو میخواستم بذارم فقط به خاطر منابع و ذخایر هست، یعنی صرفا بحث سائل و متراج و کیلومتر اصلا نیست. این خیلی مهمه که یعنی در واقع ایران داره اون منابع غنی رو که داره و همیشه استفاده میشه داره چپاول میشه، یا حالا هدیه میدن یا حالا رشوه میدن یا اینکه سرکار بمونه و بیشتر حول و حوش این محور میچرخه. این داستان ها، این معاهده ها، این قواعد، یعنی بیشتر به خاطر فروش خاک ایرانه، منابع ایران هستش. بخواستم در واقع اینو بگم بهتون. ممنون که مایکو در اختیارم گذاشتید. بله متاسفانه همجور که میگین درست گفتین، ولی دردناکه واقعا. دوستان اگر کسی دیگه صحبتی نداره من جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم. جلسه امروز طبق روال همیشه ساعت 6:30 بعد از ظهر، یعنی 18:30 به وقت اروپای مرکزی آغاز شد تو فضای زوم و لایو در یوتیوب داشتیم.
دوستانمون و همکاران سخنرانمون آقای علی برومند گزارش و تحلیل موارد نفت رو انجام دادن در تیر ماه 1401. خانم نادیا مشرف بررسی و تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رو داشتن و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی. همکار خوبمون آقای کاوه قزلباش تاریخچه ساخت سد گتوند رو داشتن و آقای صمد جعفری در مورد پروانه های سفید آفت درختان بلوط زاگرس سخنرانی داشتن و در انتها آقای علیرضا جهانبین طرح‌های عمرانی و محیط زیست رو داشتن. من سناز تنهایی مسئول جلسه بودم و افتخار اینو داشتم که در خدمتتون باشم امروز. منشی جلسه‌مون خانم نادیا مشرف بودن. ضبط صدا و تدوین به عهده آقای علی برومند و آقای علیرضا جهانبین بوده و ادمین ها آقای سلمان یزدانپناه و رضا جهانبین و خانم ایراندخت کیا. به همه تون خسته نباشید میگم، جلسه خوبی بود، استفاده کردیم و اینکه ختم جلسه رو در ساعت 20:46 دقیقه به وقت اروپای مرکزی به اطلاعاتون میرسونم. از تمام همکاران، دوستان و همراهانی که ما رو توی یوتیوب هم همراهی کردن ممنونیم و به امید دیدار در